اعمال رسولان باب اول. صحیفه اول را انشا نمودم ای تیوفیلوس درباره همه اموری که عیسی به عمل نمودن و تعلیم دادن آنها شروع کرد، تا آن روزی که رسولان برگزیده خود را به روح القدس حکم کرده بالا برده شد، که بدیشان نیز بعد از زحمت کشیدن خود خیشتن را زنده ظاهر کرد به دلیل‌های بسیار که در مدت 40 روز بر ایشان ظاهر می‌شد و درباره امور ملکوت خدا سخن می‌گفت. و چون با ایشان جمع شد، ایشان را قدغن فرمود که از اورشلیم جدا مشوید، بلکه منتظر آن وعده پدر باشید که از من شنیده اید. زیرا که یحیی به آب تعمید می‌داد، لیکن شما بعد از اندک ایامی به روح القدس تعمید خواهید یافت. پس آنانی که جمع بودند از او سؤال نموده گفتند: خداوندا، آیا در این وقت ملکوت را بر اسرائیل باز برقرار خواهی داشت؟ بدیشان گفت: از شما نیست که زمانها و اوقاتی را که پدر در قدرت خود نگاه داشته است بدانید، لیکن چون روح القدس بر شما می آید قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا اقصای جهان. و چون این را گفت، وقتی که ایشان همی نگریستند بالا برده شد و ابری او را از چشمان ایشان در رو بود. و چون به سوی آسمان چشم دوخته می بودند، هنگامی که او می رفت، ناگاه دو مرد سفید پوش نزد ایشان ایستاده گفتند: ای مردان جلیلی، چرا ایستاده به سوی آسمان نگرانید؟ همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد، باز خواهد آمد به همین طوری که او را به سوی آسمان روانه دیدید. آنگاه به اورشلیم مراجعت کردند، از کوه مسما به زیتون که نزدیک به اورشلیم به مسافت سفر 1 روز سبت است. و چون داخل شدند، به بالاخانه‌ای برآمدند که در آنجا پتروس و یوحنا و یعقوب و اندریاس و فیلیپوس و توما و برتولما و متا و یعقوب ابن حلفی و شمعون قیور و یهودای برادر یعقوب مقیم بودند، و جمیع اینها با زنان و مریم مادر عیسی و برادران او به یک دل در عبادت و دعا مواظب می بودند. و در آن ایام پتروس در میان برادران که عدد اسامی ایشان جملتاً قریب به 120 بود برخاسته گفت: ای برادران، می بایست آن نوشته تمام شود که روح القدس از زبان داوود پیش گفت درباره یهودا که راهنما شد برای آنانی که عیسی را گرفتند، که او با ما محسوب شده نصیبی در این خدمت یافت. پس او از اجرت ظلم خود زمینی خریده، به روی در افتاده، از میان پاره شد و تمامی امعایش ریخته گشت و بر تمام سکنه اورشلیم معلوم گردید، چنان که آن زمین در لغت ایشان به حقل دما یعنی زمین خون نامیده شد. زیرا در کتاب زبور مکتوب است که خانه او خراب بشود و هیچ کس در آن مسکن نگیرد و نظارتش را دیگری ضبط نماید. الحال می باید از آن مردمانی که همراهان ما بودند در تمام آن مدتی که عیسای خداوند با ما آمد و رفت می کرد، از زمان تعمید یحیی تا روزی که از نزد ما بالا برده شد، یکی از ایشان با ما شاهد برخاستن او بشود. آنگاه دو نفر یعنی یوسف مسما به برسبا که به یوستوس ملقب بود
و متیاس را برپا داشتند و دعا کرده گفتند تو ای خداوند که عارف قلوب همه هستی، بنما کدام یک از این دو را برگزیده ای تا قسمت این خدمت و رسالت را بیابد که یهودا از آن باز افتاده به مکان خود پیوست. پس قرعه به نام ایشان افکندند و قرعه به نام متیاس برآمد و او با 11 رسول محسوب گشت. اعمال رسولان باب دوم. و چون روز پنتیکاست رسید به یک دل در یک جا بودند، که ناگاه آوازی چون صدای وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پرساخت و زبانه های منقسم شده مثل زبانه های آتش بدیشان ظاهر گشته بر هر یکی از ایشان قرار گرفت و همه از روح القدس پرگشته به زبانهای مختلف به نوعی که روح بدیشان قدرت تلفظ بخشید به سخن گفتن شروع کردند و مردم یهود دیندار از هر طایفه زیر فلک در اورشلیم منزل می داشتند. پس چون این صدا بلند شد، گروهی فراهم شده در حیرت افتادند، زیرا هر کس لغت خود را از ایشان شنید. و همه مبهوت و متعجب شده به یکدیگر می گفتند، مگر همه اینها که حرف می زنند جلیلی نیستند؟ پس چون است که هر یکی از ما لغت خود را که در آن تولد یافته ایم می شنویم؟ پارتیان و مادیان و ایلامیان و ساکنان جزیره و یهودیه و کپادوکیا و پنتوس و آسیا و فریجیه و پنفلیه و مصر و نواحی لبیا که متصل به قیروان است و قربا از روم یعنی یهودیان و جدیدان و اهل کریت و عرب، اینها را می شنویم که به زبانهای ما ذکر کبریایی خدا می کنند. پس همه در حیرت و شک افتاده به یکدیگر گفتند این به کجا خواهد انجامید. اما بعضی استهزا کنان گفتند که از خمر تازه مست شده اند. پس پتروس با آن 11 برخواسته آواز خود را بلند کرده بدیشان گفت ای مردان یهود و جمیع سکنه اورشلیم، این را بدانید و سخنان مرا فرا گیرید، زیرا که اینها مست نیستند چنان که شما گمان می برید، زیرا که ساعت سوم از روز است، بلکه این همان است که یوئیل نبی گفت که خدا می گوید در ایام آخر چنین خواهد بود که از روح خود بر تمام بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت کنند و جوانان شما رؤیاها و پیران شما خوابها خواهند دید و بر غلامان و کنیزان خود در آن ایام از روح خود خواهم ریخت و ایشان نبوت خواهند نمود و از بالا در افلاک عجایب و از پایین در زمین آیات را از خون و آتش و بخار دود به ظهور آورم. خورشید به ظلمت و ماه به خون مبدل گردد قبل از وقوع روز عظیم مشهور خداوند. و چنین خواهد بود که هر که نام خداوند را بخواند نجات یابد. ای مردان اسرائیلی، این سخنان را بشنوید. عیسای ناصری، مردی که نزد شما از جانب خدا مبرهن گشت، به قوات و عجایب و آیاتی که خدا در میان شما از او صادر گردانید، چنان که خود می دانید، این شخص چون بر حسب اراده مستحکم و پیشدانی خدا تسلیم شد،
شما به دست گناهکاران بر صلیب کشیده کشتید که خدا دردهای موت را گسسته او را برخیزانید، زیرا محال بود که موت او را در بند نگاه دارد، زیرا که داوود درباره وی میگوید خداوند را همواره پیش روی خود دیده ام که به دست راست من است تا جنبش نخورم. از این سبب دلم شاد گردید و زبانم به وجد آمد، بلکه جسدم نیز در امید ساکن خواهد بود، زیرا که نفس مرا در عالم اموات نخواهی گذاشت و اجازت نخواهی داد که قدوس تو فساد را ببیند. طریقهای حیات را به من آموختی و مرا از روی خود به خرمی سیر گردانیدی. ای برادران، می توانم درباره داوود پتریارخ با شما بی محابا سخن گویم که او وفات نموده دفن شد و مقبره او تا امروز در میان ماست. پس چون نبی بود و دانست که خدا برای او قسم خورد که از ذریت صلب او به حسب جسد مسیح را برانگیزاند تا بر تخت او بنشیند، درباره قیامت مسیح پیش دیده گفت که نفس او در عالم اموات گذاشته نشود و جسد او فساد را نبیند. پس همان عیسی را خدا برخیزانید و همه ما شاهد بر آن هستیم. پس چون به دست راست خدا بالا برده شد، روح القدس موعود را از پدر یافته، این را که شما حال می‌بینید و می‌شنوید ریخته است. زیرا که داوود به آسمان صعود نکرد، لیکن خود می‌گوید خداوند به خداوند من گفت بر دست راست من بنشین تا دشمنانت را پاینداز تو سازم. پس جمیع خاندان اسرائیل یقیناً بدانند که خدا همین عیسی را که شما مصلوب کردید خداوند و مسیح ساخته است. چون شنیدند دل ریش گشته به پتروس و سایر رسولان گفتند ای برادران چه کنیم؟ پتروس به دیشان گفت توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روح القدس را خواهید یافت، زیرا که این وعده است برای شما و فرزندان شما و همه آنانی که دورند، یعنی هر که خداوند خدای ما او را بخواند. و به سخنان بسیار دیگر به دیشان شهادت داد و موعظه نموده گفت که خود را از این فرقه کجرو رستگار سازید. پس ایشان کلام او را پذیرفته تعمید گرفتند و در همان روز تخمیناً 3000 نفر به دیشان پیوستند و در تعلیم رسولان و مشارکت ایشان و شکستن نان و دعاها مواظبت می‌نمودند و همه خلق ترسیدند و معجزات و علامات بسیار از دست رسولان صادر می‌گشت و همه ایمانداران با هم می‌زیستند و در همه چیز شریک می‌بودند و املاک و اموال خود را فروخته آنها را به هر کس به قدر احتیاجش تقسیم می کردند و هر روزه در هیکل به یک دل پیوسته می بودند و در خانه ها نان را پاره می کردند و خوراک را به خوشی و ساده دلی می خوردند و خدا را حمد می گفتند و نزد تمامی خلق عزیز می گردیدند و خداوند هر روزه ناجیان را بر کلیسا می افزود. اعمال رسولان باب سوم. و در ساعت نهم وقت نماز پتروس و یوحنا با هم به هیکل می رفتند. ناگاه مردی را که لنگ مادرزاد بود می بردند که او را هر روزه بر آن در هیکل که جمیل نام دارد می گذاشتند تا از روندگان به هیکل صدقه بخواهد. آن شخص چون پتروس و یوحنا را دید که می خواهند به هیکل داخل شوند صدقه خواست.
اما پتروس با یوحنا بر وی نیک نگریسته گفت: به ما بنگر. پس بر ایشان نظر افکنده منتظر بود که از ایشان چیزی بگیرد. آنگاه پتروس گفت: مرا طلا و نقره نیست، اما آنچه دارم به تو می‌دهم. به نام عیسی مسیح ناصری برخیز و بخرام. و دست راستش را گرفته او را برخیزانید که در ساعت پایها و ساقهای او قوت گرفت و برجسته بیستاد و خرامید و با ایشان خرامان و جست و خیز کنان و خدا را حمد گویان داخل هیکل شد. و جمیع قوم او را خرامان و خدا را تسبیح خوانان دیدند. و چون او را شناختند که همان است که به در جمیل هیکل به جهت صدقه می نشست، به سبب این امر که بر او واقع شد متعجب و متحیر گردیدند. و چون آن لنگ شفا یافته به پتروس و یوحنا متمسک بود، تمامی قوم در رواقی که به سلیمانی مسماست حیرت زده به شتاب گرد ایشان جمع شدند. آنگاه پتروس ملتفت شده بدان جماعت خطاب کرد که ای مردان اسرائیلی، چرا از این کار تعجب دارید و چرا بر ما چشم دوخته اید که گویا به قوت و تقوای خود این شخص را خرامان ساختیم؟ خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، خدای اجداد ما بنده خود عیسی را جلال داد که شما تسلیم نموده او را در حضور پیلاطوس انکار کردید، هنگامی که او حکم به رهانیدنش داد. اما شما آن قدوس و عادل را منکر شده خواستید که مردی خونریز به شما بخشیده شود و رئیس حیات را کشتید که خدا او را از مردگان برخیزانید و ما شاهد بر او هستیم. و به سبب ایمان به اسم او این شخص را که می‌بینید و می‌شناسید قوت بخشیده است. بلی، آن ایمانی که به وسیله اوست این کس را پیش روی همه شما این صحت کامل داده است. و الحال ای برادران، می‌دانم که شما و همچنین حکام شما این را به سبب ناشناسایی کردید، ولیکن خدا آن اخباری را که به زبان جمیع انبیای خود پیش گفته بود که مسیح باید زحمت بیند، همینطور به انجام رسانید. پس توبه و بازگشت کنید تا گناهان شما محو گردد و تا اوقات استراحت از حضور خداوند برسد. و عیسی مسیح را که از اول برای شما اعلام شده بود بفرستد، که می باید آسمان او را پذیرد تا زمان معاد همه چیز که خدا از بدو عالم به زبان جمیع انبیای مقدس خود از آن اخبار نمود. زیرا موسی به اجداد گفت که خداوند خدای شما نبی مثل من از میان برادران شما برای شما برخواهد انگیخت. کلام او را در هرچه به شما تکلم کند بشنوید. و هر نفسی که آن نبی را نشنود از قوم منقطع گردد. و جمیع انبیا نیز از سموئیل و آنانی که بعد از او تکلم کردند از این ایام اخبار نمودند. شما هستید اولاد پیغمبران و آن عهدی که خدا با اجداد ما بست، وقتی که به ابراهیم گفت از ذریت تو جمیع قبایل زمین برکت خواهند یافت. برای شما اولا خدا بنده خود عیسی را برخیزانیده فرستاد تا شما را برکت دهد به برگردانیدن هر یکی از شما از گناهانش. اعمال رسولان باب چهارم. و چون ایشان با قوم سخن می گفتند،
کهنه و سردار سپاه هیکل و صدوقیان بر سر ایشان تاختند، چون که مضطرب بودند از اینکه ایشان قوم را تعلیم می دادند و در عیسی به قیامت از مردگان اعلام می نمودند. پس دست بر ایشان انداخته تا فردا محبوس نمودند، زیرا که آن وقت عصر بود. اما بسیاری از آنانی که کلام را شنیدند ایمان آوردند و عدد ایشان قریب به 5000 رسید. بامدادان رؤسا و مشایخ و کاتبان ایشان در اورشلیم فراهم آمدند با حنای رئیس کهنه و قیافا و یوحنا و اسکندر و همه کسانی که از قبیله رئیس کهنه بودند و ایشان را در میان بداشتند و از ایشان پرسیدند که شما به کدام قوت و به چه نام این کار را کرده اید. آنگاه پتروس از روح القدس پر شده به دیشان گفت: ای رؤسای قوم و مشایخ اسرائیل، اگر امروز از ما باز پرس می شود درباره احسانی که بدین مرد ضعیف شده، یعنی به چه سبب او صحت یافته است، جمیع شما و تمام قوم اسرائیل را معلوم باد که به نام عیسی مسیح ناصری که شما مصلوب کردید و خدا او را از مردگان برخیزانید، در او این کس به حضور شما تندرست ایستاده است. این است آن سنگی که شما معماران آن را رد کردید و الحال سر زاویه شده است و در هیچ کس غیر از او نجات نیست، زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم. پس چون دلیری پتروس و یوحنا را دیدند و دانستند که مردم بی علم و امی هستند، تعجب کردند و ایشان را شناختند که از همراهان عیسی بودند. و چون آن شخص را که شفا یافته بود با ایشان ایستاده دیدند، نتوانستند به ضد ایشان چیزی گویند. پس حکم کردند که ایشان از مجلس بیرون روند و با یکدیگر مشورت کرده گفتند که با این دو شخص چه کنیم، زیرا که بر جمیع سکنه اورشلیم واضح شد که معجزه آشکار از ایشان صادر گردید و نمی توانیم انکار کرد. لیکن تا بیشتر در میان قوم شیوع نیابد، ایشان را سخت تهدید کنیم که دیگر با هیچ کس این اسم را به زبان نیاورند. پس ایشان را خواسته قدغن کردند که هرگز نام عیسی را بر زبان نیاورند و تعلیم ندهند. اما پتروس و یوحنا در جواب ایشان گفتند: اگر نزد خدا ثواب است که اطاعت شما را بر اطاعت خدا ترجیح دهیم، حکم کنید، زیرا که ما را امکان آن نیست که آنچه دیده و شنیده ایم نگوییم. و چون ایشان را زیاد تهدید نموده بودند، آزاد ساختند، چون که راهی نیافتند که ایشان را معذب سازند به سبب قوم، زیرا همه به واسطه آن ماجرا خدا را تمجید می نمودند. زیرا آن شخص که معجزه شفا در او پدید گشت بیشتر از 40 ساله بود. و چون رهایی یافتند، نزد رفقای خود رفتند و ایشان را از آنچه رؤسای کهنه و مشایخ به دیشان گفته بودند مطلع ساختند. چون این را شنیدند، آواز خود را به یک دل به خدا بلند کرده گفتند: خداوندا، تو آن خدا هستی که آسمان و زمین و دریا و آنچه در آنهاست آفریدی، که به وسیله روح القدس به زبان پدر ما و بنده خود داوود گفتی: چرا امتها هنگامه می کنند
و قومها به باطل می اندیشند. سلاطین زمین برخواستند و حکام با هم مشورت کردند، برخلاف خداوند و برخلاف مسیحش. زیرا که فی الواقع بر بنده قدوس تو عیسی که او را مس کردی، هیرودیس و پنتیوس پیلاتوس با امتها و قومهای اسرائیل با هم جمع شدند، تا آنچه را که دست و رأی تو از قبل مقدر فرموده بود به جا آورند. و الان ای خداوند به تهدیدات ایشان نظر کن و غلامان خود را عطا فرما تا به دلیری تمام به کلام تو سخن گویند، به دراز کردن دست خود به جهت شفا دادن و جاری کردن آیات و معجزات به نام بنده قدوس خود عیسی. و چون ایشان دعا کرده بودند، مکانی که در آن جمع بودند به حرکت آمد و همه به روح القدس پر شده کلام خدا را به دلیری می گفتند و جمله مؤمنین را یک دل و یک جان بود، به حدی که هیچ کس چیزی از اموال خود را از آن خود نمی دانست، بلکه همه چیز را مشترک می داشتند. و رسولان به قوت عظیم به قیامت عیسی خداوند شهادت می دادند و فیضی عظیم بر همگی ایشان بود، زیرا هیچ کس از آن گروه محتاج نبود، زیرا هر که صاحب زمین یا خانه بود آنها را فروختند و قیمت مبیعات را آورده به قدمهای رسولان می نهادند و به هر یک به قدر احتیاجش تقسیم می نمودند. و یوسف که رسولان او را برنابا یعنی ابن الوعظ لقب دادند، مردی از سبط لاوی و از طایفه قبرسی، زمینی را که داشت فروخته قیمت آن را آورد و پیش قدمهای رسولان گذارد. اعمال رسولان باب پنجم. اما شخصی حنانیا نام با زوجه اش سفیره ملکی فروخته قدری از قیمت آن را به اطلاع زن خود نگاه داشت و قدری از آن را آورده نزد قدمهای رسولان نهاد. آنگاه پتروس گفت: ای حنانیا، چرا شیطان دل تو را پر ساخته است تا روح القدس را فریب دهی و مقداری از قیمت زمین را نگاه داری؟ آیا چون داشتی از آن تو نبود و چون فروخته شد در اختیار تو نبود؟ چرا این را در دل خود نهادی؟ به انسان دروغ نگفتی بلکه به خدا. حنانیا چون این سخنان را شنید افتاده جان بداد و خوفی شدید بر همه شنوندگان این چیزها مستولی گشت. آنگاه جوانان برخاسته او را کفن کردند و بیرون برده دفن نمودند. و تخمیناً 3 ساعت گذشت که زوجه‌اش از ماجرا مطلع نشده در آمد. پتروس بدو گفت: مرا بگو که آیا زمین را به همین قیمت فروختید؟ گفت: بلی، به همین. پتروس به وی گفت: برای چه متفق شدید تا روح خداوند را امتحان کنید؟ اینک پایهای آنانی که شوهر تو را دفن کردند بر آستانه است و تو را هم بیرون خواهند برد. در ساعت پیش قدمهای او افتاده جان بداد و جوانان داخل شده او را مرده یافتند. پس بیرون برده به پهلوی شوهرش دفن کردند و خوفی شدید تمامی کلیسا و همه آنانی را که این را شنیدند فرو گرفت. و آیات و معجزات عظیمه از دستهای رسولان در میان قوم به ظهور می رسید و همه به یک دل در رواق سلیمان می بودند. اما احدی از دیگران جرأت نمی کرد که به ایشان ملحق شود، زیرا خلق ایشان را محترم می داشتند و بیشتر ایمانداران به خداوند متحد می شدند،
انبوهی از مردان و زنان، به قسمی که مریضان را در کوچه ها بیرون آوردند و بر بسترها و تختها خوابانیدند تا وقتی که پتروس آید اقلن سایه او بر بعضی از ایشان بیفتد. و گروهی از بلدان اطراف اورشلیم، بیماران و رنج دیدگان، ارواح پلیده را آورده جمع شدند و جمیع ایشان شفا یافتند. اما رئیس کهنه و همه رفقایش که از طایفه صدوقیان بودند برخواسته به غیرت پرگشتند و بر رسولان دست انداخته ایشان را در زندان عام انداختند. شبانگاه فرشته خداوند درهای زندان را باز کرده ایشان را بیرون آورده گفت بروید و در هیکل ایستاده تمام سخنهای این حیات را به مردم بگویید. چون این را شنیدند وقت فجر به هیکل در آمده تعلیم دادند. اما رئیس کهنه و رفیقانش آمده اهل شورا و تمام مشایخ بنی اسرائیل را طلب نموده به زندان فرستادند تا ایشان را حاضر سازند. پس خادمان رفته ایشان را در زندان نیافتند و برگشته خبر داده گفتند که زندان را به احتیاط تمام بسته یافتیم و پاسبانان را بیرون درها ایستاده، لیکن چون باز کردیم هیچ کس را در آن نیافتیم. چون کاهن و سردار سپاه هیکل و رؤسای کهنه این سخنان را شنیدند، درباره ایشان در حیرت افتادند که این چه خواهد شد. آنگاه کسی آمده ایشان را آگاهانید که اینک آن کسانی که محبوس نمودید در هیکل ایستاده مردم را تعلیم می دهند. پس سردار سپاه با خادمان رفته ایشان را آوردند، لیکن نه به زور، زیرا که از قوم ترسیدند که مبادا ایشان را سنگسار کنند. و چون ایشان را به مجلس حاضر کرده برپا بداشتند، رئیس کهنه از ایشان پرسیده گفت مگر شما را قدغن بلیغ نفرمودیم که بدین اسم تعلیم مدهید؟ همانا اورشلیم را به تعلیم خود پر ساخته اید و می خواهید خون این مرد را به گردن ما فرود آرید. پتروس و رسولان در جواب گفتند خدا را می باید بیشتر از انسان اطاعت نمود. خدای پدران ما آن عیسی را برخیزانید که شما به صلیب کشیده کشتید. او را خدا بر دست راست خود بالا برده سرور و نجات دهنده ساخت تا اسرائیل را توبه و آمرزش گناهان بدهد و ما هستیم شاهدان او بر این امور، چنان که روح القدس نیز است که خدا او را به همه مطیعان او عطا فرموده است. چون شنیدند دلریش گشته مشورت کردند که ایشان را به قتل رسانند. اما شخصی فریسی قمالائیل نام که مفتی و نزد تمامی خلق محترم بود، در مجلس برخواسته فرمود تا رسولان را ساعتی بیرون برند. پس ایشان را گفت ای مردان اسرائیلی، برحذر باشید از آنچه می‌خواهید با این اشخاص بکنید، زیرا قبل از این ایام تیودونامی برخواسته خود را شخصی میپنداشت و گروهی قریب به 400 نفر بدو پیوستند. او کشته شد و متابعانش نیز پراکنده و نیست گردیدند. و بعد از او یهودای جلیلی در ایام اسم نویسی خروج کرد و جمعی را در عقب خود کشید. او نیز هلاک شد و همه تابعان او پراکنده شدند. الان به شما میگویم از این مردم دست بردارید و ایشان را واگذارید، زیرا اگر این رأی و عمل از انسان باشد خود تباه خواهد شد، ولی اگر از خدا باشد نمیتوانید آن را برطرف نمود، مبادا معلوم شود که با خدا منازعه میکنید. پس به سخن او رضا دادند
و رسولان را حاضر ساخته تازیانه زدند و قدغن نمودند که دیگر به نام عیسی حرف نزنند. پس ایشان را مرخص کردند و ایشان از حضور اهل شورا شاد خاطر رفتند، از آن رو که شایسته آن شمرده شدند که به جهت اسم او رسوایی کشند و هر روزه در هیکل و خانه ها از تعلیم و مژده دادن که عیسی مسیح است دست نکشیدند. اعمال رسولان باب ششم. و در آن ایام چون شاگردان زیاد شدند، هلینستیان از عبرانیان شکایت بردند که بیوه زنان ایشان در خدمت یومیه بی بهره می ماندند. پس آن 12 جماعت شاگردان را طلبیده گفتند، شایسته نیست که ما کلام خدا را ترک کرده مائده ها را خدمت کنیم. لحاظا ای برادران، 7 نفر نیک نام و پر از روح القدس و حکمت را از میان خود انتخاب کنید تا ایشان را بر این مهم بگماریم. اما ما خود را به عبادت و خدمت کلام خواهیم سپرد. پس تمام جماعت بدین سخن رضا دادند و استیفان مردی پر از ایمان و روح القدس و فیلیپوس و پروخوروس و نیکانور و تیمون و پرمیناس و نیکولائوس جدید از اهل انطاکیه را انتخاب کرده ایشان را در حضور رسولان برپا بداشتند و دعا کرده دست بر ایشان گذاشتند و کلام خدا ترقی نمود و عدد شاگردان در اورشلیم به غایت می افزود و گروهی عظیم از کهنه مطیع ایمان شدند. اما استیفان پر از فیض و قوت شده آیات و معجزات عظیمه در میان مردم از او ظاهر می شد و تنی چند از کنیسه‌ای که مشهور است به کنیسه لیبرتینیان و قیروانیان و اسکندریان و از اهل قلقیا و آسیا برخواسته با استیفان مباحثه می کردند و با آن حکمت و روحی که او سخن می گفت یارای مکالمه نداشتند. پس چند نفر را بر این داشتند که بگویند این شخص را شنیدیم که به موسی و خدا سخن کفر آمیز می گفت. پس قوم و مشایخ و کاتبان را شورانیده بر سر وی تاختند و او را گرفتار کرده به مجلس حاضر ساختند و شهود کذبه برپا داشته گفتند که این شخص از گفتن سخن کفر آمیز بر این مکان مقدس و تورات دست بر نمی دارد. زیرا او را شنیدیم که می گفت این عیسی ناصری این مکان را تباه سازد و رسومی را که موسی به ما سپرد تغییر خواهد داد. و همه کسانی که در مجلس حاضر بودند بر او چشم دوخته صورت وی را مثل صورت فرشته دیدند. اعمال رسولان باب 7. آنگاه رئیس کهنه گفت آیا این امور چنین است؟ او گفت ای برادران و پدران گوش دهید، خدای ذوالجلال بر پدر ما ابراهیم ظاهر شد وقتی که در جزیره بود قبل از توقفش در حران و بدو گفت از وطن خود و خیشانت بیرون شده به زمینی که تو را نشان دهم برو. پس از دیار کلدانیان روانه شده در حران درنگ نمود و بعد از وفات پدرش او را کوچ داد به سوی این زمین که شما الان در آن ساکن می باشید و او را در این زمین میراثی حتی به قدر جای پای خود نداد، لیکن وعده داد که آن را به وی و بعد از او به ذریتش به ملکیت دهد هنگامی که هنوز اولادی نداشت و خدا گفت که ذریت تو در ملک بیگانه قریب خواهند بود
و مدت 400 سال ایشان را به بندگی کشیده معذب خواهند داشت. و خدا گفت من بر آن طایفه‌ای که ایشان را مملوک سازند داوری خواهم نمود و بعد از آن بیرون آمده در این مکان مرا عبادت خواهند نمود. و عهد ختنه را به وی داد که بنابراین چون اسحاق را آورد در روز هشتم او را مختون ساخت و اسحاق یعقوب را و یعقوب 12 پتریارخ را. و پتریارخان به یوسف حسد برده او را به مصر فروختند، اما خدا با وی می بود و او را از تمامی زحمت او رستگار نموده در حضور فرعون پادشاه مصر توفیق و حکمت عطا فرمود تا او را بر مصر و تمام خاندان خود فرمان فرما قرار داد. پس قحطی و ضیقی شدید بر همه ولایت مصر و کنعان رخ نمود به حدی که اجداد ما قوتی نیافتند. اما چون یعقوب شنید که در مصر قله یافت می شود، بار اول اجداد ما را فرستاد و در کرت دوم یوسف خود را به برادران خود شناسانید و قبیله یوسف به نظر فرعون رسیدند. پس یوسف فرستاده پدر خود یعقوب و سایر عیالش را که 75 نفر بودند طلبید. پس یعقوب به مصر فرود آمده او و اجداد ما وفات یافتند و ایشان را به شکیم برده در مقبره‌ای که ابراهیم از بنی حمور پدر شکیم به مبلغی خریده بود دفن کردند. و چون هنگام وعده‌ای که خدا با ابراهیم قسم خورده بود نزدیک شد، قوم در مصر نمو کرده کثیر می گشتند. تا وقتی که پادشاه دیگر که یوسف را نمی شناخت برخاست، او با قوم ما حیله نموده اجداد ما را ذلیل ساخت تا اولاد خود را بیرون انداختند تا زیست نکنند. در آن وقت موسی تولد یافت و به غایت جمیل بوده مدت 3 ماه در خانه پدر خود پرورش یافت. و چون او را بیرون افکندند دختر فرعون او را برداشته برای خود به فرزندی تربیت نمود و موسی در تمامی حکمت اهل مصر تربیت یافته در قول و فعل قوی گشت. چون 40 سال از عمر وی سپری گشت به خاطرش رسید که از برادران خود خاندان اسرائیل تفقد نماید و چون یکی را مظلوم دید او را حمایت نمود و انتقام آن عاجز را کشیده آن مصری را بکشت. پس گمان برد که برادرانش خواهند فهمید که خدا به دست او ایشان را نجات خواهد داد، اما نفهمیدند. و در فردای آن روز خود را به 2 نفر از ایشان که منازعه می نمودند ظاهر کرد و خواست ما بین ایشان مصالحه دهد. پس گفت ای مردان شما برادر می باشید، به یکدیگر چرا ظلم می کنید؟ آنگاه آن که بر همسایه خود تعدی می نمود او را رد کرده گفت که تو را بر ما حاکم و داور ساخت؟ آیا می خواهی مرا بکشی چنان که آن مصری را دیروز کشتی؟ پس موسی از این سخن فرار کرده در زمین مدیان قربت اختیار کرد و در آنجا 2 پسر آورد. و چون 40 سال گذشت در بیابان کوه سینا فرشته خداوند در شعله آتش از بوته به وی ظاهر شد. موسی چون این را دید از آن رؤیا در عجب شد و چون نزدیک می آمد تا نظر کند خطاب از خداوند به وی رسید که منم خدای پدرانت، خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب. آنگاه موسی به لرزه در آمده جسارت نکرد که نظر کند. خداوند به وی گفت نعلین از پایهایت بیرون کن، زیرا جایی که در آن ایستاده ای زمین مقدس است. همانا مشقت قوم خود را که در مصرند دیدم
و ناله ایشان را شنیدم و برای رهانیدن ایشان نزول فرمودم. الحال بیا تا تو را به مصر فرستم. همان موسی را که رد کرده گفتند که تو را حاکم و داور ساخت، خدا حاکم و نجات دهنده مقرر فرموده به دست فرشته‌ای که در بوته بر وی ظاهر شد فرستاد. او با معجزات و آیاتی که مدت 40 سال در زمین مصر و بحر قلزم و صحرا به ظهور می آورد، ایشان را بیرون آورد. این همان موسی است که به بنی اسرائیل گفت خدا نبی را مثل من از میان برادران شما برای شما مبعوث خواهد کرد، سخن او را بشنوید. همین است آنکه در جماعت در صحرا با آن فرشته‌ای که در کوه سینا به دو سخن می گفت و با پدران ما بود و کلمات زنده را یافت تا به ما رساند، که پدران ما نخواستند او را مطیع شوند بلکه او را رد کرده دلهای خود را به سوی مصر گردانیدند و به هارون گفتند برای ما خدایان ساز که در پیش ما بخرامند، زیرا این موسی که ما را از زمین مصر برآورد نمیدانیم او را چه شده است. پس در آن ایام گوساله‌ای ساختند و بدان بت قربانی گذرانیده به اعمال دست‌های خود شادی کردند. از این جهت خدا رو گردانیده ایشان را واگذاشت تا جنود آسمان را پرستش نمایند، چنان که در صحف انبیا نوشته شده است که ای خاندان اسرائیل، آیا مدت 40 سال در بیابان برای من قربانی‌ها و هدایا گذرانیدید و خیمه ملوک و کوکب خدای خود رمفان را برداشتید، یعنی اصنامی را که ساختید تا آنها را عبادت کنید؟ پس شما را بدان طرف بابل منتقل سازم. و خیمه شهادت با پدران ما در صحرا بود، چنان که امر فرموده به موسی گفت آن را مطابق نمونه‌ای که دیده ای بساز، و آن را اجداد ما یافته همراه یوشع درآوردند به ملک امتهایی که خدا آنها را از پیش روی پدران ما بیرون افکند تا ایام داوود، که او در حضور خدا مستفیض گشت و درخواست نمود که خود مسکنی برای خدا یعقوب پیدا نماید، اما سلیمان برای او خانه‌ای بساخت، ولیکن حضرت اعلی در خانه‌های مصنوع دست‌ها ساکن نمی‌شود، چنان که نبی گفته است که خداوند می‌گوید آسمان کرسی من است و زمین پاینداز من، چه خانه‌ای برای من بنا می‌کنید و محل آرمیدن من کجاست؟ مگر دست من جمیع این چیزها را نیافرید؟ ای گردن کشان که به دل و گوش نامختونید، شما پیوسته با روح القدس مقاومت می کنید، چنان که پدران شما همچنین شما. کیست از انبیا که پدران شما به دو جفا نکردند و آنانی را کشتند که از آمدن آن عادلی که شما بالفعل تسلیم کنندگان و قاتلان او شدید پیش اخبار نمودند؟ شما که به توسط فرشتگان شریعت را یافته آن را حفظ نکردید. چون این را شنیدند دل ریش شده بر وی دندانهای خود را فشردند، اما او از روح القدس پر بوده به سوی آسمان نگریست و جلال خدا را دید و عیسی را به دست راست خدا ایستاده و گفت اینک آسمان را گشاده و پسر انسان را به دست راست خدا ایستاده می‌بینم. آنگاه به آواز بلند فریاد برکشیدند و گوشهای خود را گرفته به یک دل بر او حمله کردند و از شهر بیرون کشیده سنگسارش کردند، و شاهدان جامه‌های خود را نزد پای‌های جوانی که سولوس نام داشت گذاردند، و چون استیفان را سنگسار می‌کردند او دعا نموده گفت ای عیسی خداوند روح مرا بپذیر. پس زانو زده
به آواز بلند ندا درداد که خداوندا این گناه را بر اینها مگیر. این را گفت و خوابید. اعمال رسولان باب هشتم. و سولوس در قتل او راضی می بود و در آن وقت جفای شدید بر کلیسای اورشلیم عارض گردید، به حدی که همه جز رسولان به نواحی یهودیه و سامره پراکنده شدند و مردان صالح استیفان را دفن کرده برای وی ماتم عظیمی برپا داشتند. اما سولوس کلیسا را معذب می ساخت و خانه به خانه گشته مردان و زنان را برکشیده به زندان می افکند. پس آنانی که متفرق شدند به هر جایی که می رسیدند به کلام بشارت می دادند. اما فیلیپوس به بلدی از سامره در آمده ایشان را به مسیح موعظه می نمود و مردم به یک دل به سخنان فیلیپوس گوش دادند، چون معجزاتی را که از او صادر می گشت می شنیدند و می دیدند. زیرا که ارواح پلید از بسیاری که داشتند نعره زده بیرون می شدند و مفلوجان و لنگان بسیار شفا می یافتند و شادی عظیم در آن شهر روی نمود. اما مردی شمعون نام قبل از آن در آن قریه بود که جادوگری می نمود و اهل سامره را متحیر می ساخت و خود را شخصی بزرگ می نمود، به حدی که خرد و بزرگ گوش داده می گفتند این است قوت عظیم خدا و بدو گوش دادند. از آن رو که مدت مدیدی بود از جادوگری او متحیر می شدند. لیکن چون به بشارت فیلیپوس که به ملکوت خدا و نام عیسی مسیح می داد ایمان آوردند، مردان و زنان تعمید یافتند و شمعون نیز خود ایمان آورد و چون تعمید یافت همواره با فیلیپوس می بود و از دیدن آیات و قوات عظیمه که از او صادر می شد در حیرت افتاد. اما رسولان که در اورشلیم بودند چون شنیدند که اهل سامره کلام خدا را پذیرفتند، پتروس و یوحنا را نزد ایشان فرستادند و ایشان آمده به جهت ایشان دعا کردند تا روح القدس را بیابند، زیرا که هنوز بر هیچ کس از ایشان نازل نشده بود که به نام خداوند عیسی تعمید یافته بودند و بس. پس دستها بر ایشان گذارده روح القدس را یافتند. اما شمعون چون دید که محض گذاردن دستهای رسولان روح القدس عطا می شود، مبلغی پیش ایشان آورده گفت مرا نیز این قدرت دهید که به هر کس دست گذارم روح القدس را بیابد. پتروس بدو گفت زرت با تو هلاک باد، چون که پنداشتی که عطای خدا به زر حاصل می شود، تو را در این امر قسمت و بهره‌ای نیست، زیرا که دلت در حضور خدا راست نمی باشد. پس از این شرارت خود توبه کن و از خدا درخواست کن تا شاید این فکر دلت آمرزیده شود، زیرا که تو را می بینم در زهره تلخ و قید شرارت گرفتاری. شمعون در جواب گفت شما برای من به خداوند دعا کنید تا چیزی از آنچه گفتید بر من عارض نشود. پس ارشاد نموده و به کلام خداوند تکلم کرده به اورشلیم برگشتند و در بسیاری از بلدان اهل سامره بشارت دادند. اما فرشته خداوند به فیلیپوس خطاب کرده گفت برخیز و به جانب جنوب به راهی که از اورشلیم به سوی غزه می رود که صحراست روانه شد. پس برخواسته روانه شد که ناگاه شخصی حبشی که خواجه سرا و مقتدر نزد کنداکه
ملکه حبش و بر تمام خزانه او مختار بود، به اورشلیم به جهت عبادت آمده بود و در مراجعت بر عرابه خود نشسته صحیفه اشعیای نبی را مطالعه می کند. آنگاه روح به فیلیپس گفت، پیش برو و با آن عرابه همراه باش. فیلیپس پیش دویده شنید که اشعیای نبی را مطالعه می کند. گفت، آیا می فهمی آنچرا می خوانی؟ گفت، چگونه می توانم مگر آنکه کسی مرا هدایت کند؟ و از فیلیپس خواهش نموده که سوار شده با او بنشیند. و فقره ای از کتاب که می خواند این بود که مثل گوسفندی که به مذبح برند و چون بره ای خاموش نزد پشم برنده خود همچنین دهان خود را نمی گشاید. در فروتنی او انصاف از او منقطع شد و نسب او را که می تواند تقریر کرد، زیرا که حیات او از زمین برداشته می شود. پس خواجه سرا به فیلیپس ملتفت شده گفت، از تو سؤال می کنم که نبی این را درباره که می گوید، درباره خود یا درباره کسی دیگر؟ آنگاه فیلیپس زبان خود را گشود و از آن نوشته شروع کرده وی را به عیسی بشارت داد. و چون در عرض راه به آبی رسیدند، خواجه گفت، اینک آب است، از تعمید یافتنم چه چیز مانع می باشد؟ فیلیپس گفت، هرگاه به تمام دل ایمان آوردی جایز است. او در جواب گفت، ایمان آوردم که عیسی مسیح پسر خداست. پس حکم کرد تا عرابه را نگاه دارند و فیلیپس با خواجه سرا هر دو به آب فرود شدند، پس او را تعمید داد. و چون از آب بالا آمدند، روح خداوند فیلیپس را برداشته خواجه سرا دیگر او را نیافت، زیرا که راه خود را به خوشی پیش گرفت. اما فیلیپس در اشدود پیدا شد و در همه شهرها گشته بشارت می‌داد تا به قیصریه رسید. اعمال رسولان باب نهم. اما سولوس هنوز تهدید و قتل بر شاگردان خداوند همی دمید و نزد رئیس کهنه آمد و از او نامه ها خواست به سوی کنایسی که در دمشق بود، تا اگر کسی را از اهل طریقت خواه مرد و خواه زن بیابد، ایشان را بند برنهاده به اورشلیم بیاورد. و در اثنای را چون نزدیک به دمشق رسید، ناگاه نوری از آسمان دور او درخشید و به زمین افتاده آوازی شنید که بدو گفت، ای شاول، شاول، برای چه بر من جفا می کنی؟ گفت، خداوندا تو کیستی؟ خداوند گفت، من آن عیسی هستم که تو بدو جفا می کنی، لیکن برخواسته به شهر برو که آنجا به تو گفته می شود چه باید کرد. اما آنانی که همسفر او بودند خاموش ایستادند، چون که آن صدا را شنیدند لیکن هیچ کس را ندیدند. پس سولوس از زمین برخاسته چون چشمان خود را گشود هیچ کس را ندید و دستش را گرفته او را به دمشق بردند و 3 روز نابینا بوده چیزی نخورد و نیاشامید. و در دمشق شاگردی حنانیا نام بود که خداوند در رؤیا بدو گفت، ای حنانیا، عرض کرد، خداوندا لبیک. خداوند وی را گفت، برخیز و به کوچه‌ای که آن را راست می نامند بشتاب و در خانه یهودا سولوس نام ترسوسی را طلب کن، زیرا که اینک دعا می کند. و شخصی حنانیا نام را در خواب دیده است
که آمده بر او دست گذارد تا بینا گردد. حنانیا جواب داد که ای خداوند، درباره این شخص از بسیاری شنیدم که به مقدسین تو در اورشلیم چه مشقتها رسانید و در اینجا نیز از رؤسای کهنه قدرت دارد که هر که نام تو را بخواند او را حبس کند. خداوند وی را گفت برو، زیرا که او ظرف برگزیده من است، تا نام مرا پیش امتها و سلاطین و بنی اسرائیل ببرد، زیرا که من او را نشان خواهم داد که چقدر زحمتها برای نام من باید بکشد. پس حنانیا رفته بدان خانه در آمد و دستها بر وی گذارده گفت ای برادر شاول، خداوند یعنی عیسی که در راهی که می آمدی بر تو ظاهر گشت، مرا فرستاد تا بینایی بیابی و از روح القدس پر شوی. در ساعت از چشمان او چیزی مثل فلس افتاده بینایی یافت و برخواسته تعمید گرفت و قضا خورده قوت گرفت و روزی چند با شاگردان در دمشق توقف نمود و بیدرنگ در کنایس به عیسی موعظه می نمود که او پسر خداست. و آنانی که شنیدند تعجب نموده گفتند مگر این آن کسی نیست که خوانندگان این اسم را در اورشلیم پریشان می نمود و در اینجا محض این آمده است تا ایشان را بند نهاده نزد رؤسای کهنه برد. اما سولوس بیشتر تقویت یافته یهودیان ساکن دمشق را مجاب می نمود و مبرهن می ساخت که همین است مسیح. اما بعد از مرور ایام چند یهودیان شورا نمودند تا او را بکشند. ولی سولوس از شورای ایشان مطلع شد و شبان روز به دروازه ها پاسبانی می نمودند تا او را بکشند. پس شاگردان او را در شب در زنبیلی گذارده از دیوار شهر پایین کردند. و چون سولوس به اورشلیم رسید، خواست به شاگردان ملحق شود، لیکن همه از او بترسیدند، زیرا باور نکردند که از شاگردان است. اما برنابا او را گرفته به نزد رسولان برد و برای ایشان حکایت کرد که چگونه خداوند را در راه دیده و بدو تکلم کرده و چطور در دمشق به نام عیسی به دلیری موعظه می نمود. و در اورشلیم با ایشان آمد و رفت می کرد و به نام خداوند عیسی به دلیری موعظه می نمود. و با هلینستیان گفتگو و مباحثه می کرد، اما در صدد کشتن او برآمدند. چون برادران مطلع شدند، او را به قیصریه بردند و از آنجا به ترسوس روانه نمودند. آنگاه کلیسا در تمامی یهودیه و جلیل و سامره آرامی یافتند و بنا می شدند و در ترس خداوند و به تسلی روح القدس رفتار کرده همی افزودند. اما پتروس در همه نواحی گشته نزد مقدسین ساکن لوده نیز فرود آمد و در آنجا شخصی اینیاس نام یافت که مدت 8 سال از مرض فالج بر تخت خوابیده بود. پتروس وی را گفت ای اینیاس، عیسی مسیح تو را شفا می دهد. برخیز و بستر خود را برچین که او در ساعت برخاست. و جمیع سکنه لوده و سارون او را دیده به سوی خداوند بازگشت کردند. و در یافا تلمیزه‌ای تابیتا نام بود که معنی آن غزال است. وی از اعمال صالحه و صدقاتی که می کرد پر بود.
از قضا در آن ایام او بیمار شده بمرد و او را قصد داده در بالاخانه ای گذاردند. و چون که لوده نزدیک به یافا بود و شاگردان شنیدند که پتروس در آنجاست، دو نفر نزد او فرستاده خواهش کردند که در آمدن نزد ما درنگ نکنی. آنگاه پتروس برخاسته با ایشان آمد و چون رسید او را بدان بالاخانه بردند و همه بیوه زنان گریه کنان حاضر بودند و پیراهنها و جامه هایی که غزال وقتی که با ایشان بود دوخته بود به وی نشان می دادند. اما پتروس همه را بیرون کرده زانو زد و دعا کرده به سوی بدن توجه کرد و گفت: ای تابیتا، برخیز. که در ساعت چشمان خود را باز کرد و پتروس را دیده بنشست. پس دست او را گرفته برخیزانیدش و مقدسان و بیوه زنان را خوانده او را به دیشان زنده سپرد. چون این مقدمه در تمامی یافا شهرت یافت، بسیاری به خداوند ایمان آوردند و در یافا نزد دباغی شمعون نام روزی چند توقف نمود. اعمال رسولان باب دهم. و در قیصریه مردی کورنیلیوس نام بود، یوزباشی فوجی که به ایتالیانی مشهور است، و او با تمامی اهل بیتش متقی و خدا ترس بود که صدقه بسیار به قوم می داد و پیوسته نزد خدا دعا می کرد. روزی نزدیک ساعت نهم فرشته خدا را در عالم رؤیا آشکارا دید که نزد او آمده گفت: ای کورنلیوس. آنگاه او بر وی نیک نگریسته و ترسان گشته گفت: چیست ای خداوند؟ به وی گفت: دعاها و صدقات تو به جهت یادگاری به نزد خدا برآمد. اکنون کسانی به یافا بفرست و شمعون ملقب به پتروس را طلب کن که نزد دباغی شمعون نام که خانه اش به کناره دریاست مهمان است. او به تو خواهد گفت که تو را چه باید کرد. و چون فرشته‌ای که به وی سخن می گفت غایب شد، دو نفر از نوکران خود و یک سپاهی متقی از ملازمان خاص خیشتن را خوانده، تمامی ماجرا را به دیشان باز گفته، ایشان را به یافا فرستاد. روز دیگر چون از سفر نزدیک به شهر می رسیدند، قریب به ساعت ششم پتروس به بام خانه برآمد تا دعا کند. و واقع شد که گرسنه شده خواست چیزی بخورد. اما چون برای او حاضر می کردند بی خودی او را رخ نمود. پس آسمان را گشاده دید و ظرفی را چون چادری بزرگ به چهار گوشه بسته، به سوی زمین آویخته بر او نازل می شود که در آن هر قسمی از دواب و وحوش و حشرات زمین و مرغان هوا بودند. و خطابی به وی رسید که: ای پتروس، برخاسته ذبح کن و بخور. پتروس گفت: هاشا خداوندا، زیرا چیزی ناپاک یا حرام هرگز نخورده ام. بار دیگر خطاب به وی رسید که آنچرا خدا پاک کرده است تو حرام مخان. و این سه مرتبه واقع شد که در ساعت آن ظرف به آسمان بالا برده شد. و چون پتروس در خود بسیار متحیر بود که این رؤیایی که دید چه باشد، ناگاه فرستادگان کورنلیوس خانه شمعون را تفحص کرده بر درگاه رسیدند و ندا کرده می پرسیدند
که شمعون معروف به پتروس در اینجا منزل دارد و چون پتروس در رؤیا تفکر می کرد، روح وی را گفت، اینک سه مرد تو را می طلبند. پس برخواسته پایین شو و همراه ایشان برو و هیچ شک مبر زیرا که من ایشان را فرستادم. پس پتروس نزد آنانی که کورنلیوس نزد وی فرستاده بود پایین آمده گفت، اینک منم آن کس که می طلبید. سبب آمدن شما چیست؟ گفتند، کورنلیوس یوز باشی، مرد صالح و خدا ترس و نزد تمامی طایفه یهود نیکنام، از فرشته مقدس الهام یافت که تو را به خانه خود بطلبد و سخنان از تو بشنود. پس ایشان را به خانه برده مهمانی نمود. و فردای آن روز پتروس برخاسته همراه ایشان روانه شد و چند نفر از برادران یافا همراه او رفتند. روز دیگر وارد قیصریه شدند و کورنلیوس خیشان و دوستان خاص خود را خوانده انتظار ایشان می کشید. چون پتروس داخل شد، کورنلیوس او را استقبال کرده، بر پایهایش افتاده پرستش کرد. اما پتروس او را برخیزانیده گفت، برخیز، من خود نیز انسان هستم، و با او گفتگو کنان به خانه در آمده جمعی کثیر یافت. پس به دیشان گفت، شما مطلع هستید که مرد یهودی را با شخص اجنبی معاشرت کردن یا نزد او آمدن حرام است. لیکن خدا مرا تعلیم داد که هیچ کس را حرام یا نجس نخوانم. از این جهت به مجرد خواهش شما بی تأمل آمدم و الحال می پرسم که از برای چه مرا خواستید. کورنلیوس گفت، چهار روز قبل از این ساعت روزدار می بودم و در ساعت نهم در خانه خود دعا می کردم که ناگاه شخصی با لباس نورانی پیش من بایستاد و گفت، ای کورنلیوس، دعای تو مستجاب شد و صدقات تو در حضور خدا یادآور گردید، پس به یافا بفرست و شمعون معروف به پتروس را طلب نما که در خانه شمعون دباغ به کناره دریا مهمان است. او چون بیاید با تو سخن خواهد راند. پس بی تأمل نزد تو فرستادم و تو نیکو کردی که آمدی. الحال همه در حضور خدا حاضریم تا آنچه خدا به تو فرموده است بشنویم. پتروس زبان را گشوده گفت، فی الحقیقت یافته ام که خدا را نظر به ظاهر نیست، بلکه از هر امتی، هر که از او ترسد و عمل نیکو کند، نزد او مقبول گردد. کلامی را که نزد بنی اسرائیل فرستاد، چون که به وساطت عیسی مسیح که خداوند همه است، به سلامتی بشارت می داد. آن سخن را شما می دانید که شروع آن از جلیل بود و در تمامی یهودیه منتشر شد. بعد از آن تعمیدی که یحیی بدان موعظه می نمود، یعنی عیسای ناصری را که خدا او را چگونه به روح القدس و قوت مس نمود که او سیر کرده اعمال نیکو به جا می آورد و همه مقهورین ابلیس را شفا می بخشید، زیرا خدا با وی می بود. و ما شاهد هستیم بر جمیع کارهایی که او در مرز و بوم یهود و در اورشلیم کرد که او را نیز بر صلیب کشیده کشتند. همان کس را خدا در روز سوم برخیزانیده ظاهر ساخت. لیکن نه بر تمامی قوم، بلکه بر شهودی که خدا پیش برگزیده بود.
یعنی مایانی که بعد از برخاستن او از مردگان با او خورده و آشامیده ایم. و ما را مأمور فرمود که به قوم موعظه و شهادت دهیم بدین که خدا او را مقرر فرمود تا داور زندگان و مردگان باشد. و جمیع انبیا بر او شهادت می دهند که هر که به وی ایمان آورد به اسم او آمرزش گناهان را خواهد یافت. این سخنان هنوز بر زبان پتروس بود که روح القدس بر همه آنانی که کلام را شنیدند نازل شد و مؤمنان از اهل ختنه که همراه پتروس آمده بودند در حیرت افتادند از آنکه بر امتها نیز عطای روح القدس افاضه شد، زیرا که ایشان را شنیدند که به زبانها متکلم شده خدا را تمجید می کردند. آنگاه پتروس گفت: آیا کسی می تواند آب را منع کند برای تعمید دادن اینانی که روح القدس را چون ما نیز یافته اند؟ پس فرمود تا ایشان را به نام عیسی مسیح تعمید دهند. آنگاه از او خواهش نمودند که روزی چند توقف نماید. اعمال رسولان باب 11. پس رسولان و برادرانی که در یهودیه بودند شنیدند که امتها نیز کلام خدا را پذیرفتند. و چون پتروس به اورشلیم آمد، اهل ختنه با وی معارضه کرده گفتند که با مردم نامختون برآمده با ایشان غذا خوردی. پتروس از اول مفصلا به دیشان بیان کرده گفت: من در شهر یافا دعا می کردم که ناگاه در عالم رؤیا ظرفی را دیدم که نازل می شود مثل چادری بزرگ بر چهار گوشه از آسمان آویخته که بر من می رسد. چون بران نیک نگریسته تأمل کردم، دواب زمین و وحوش و حشرات و مرغان هوا را دیدم و آوازی را شنیدم که به من می گوید: ای پتروس، برخاست زب کن و بخور. گفتم: هاشا خداوندا، زیرا هرگز چیزی حرام یا ناپاک به دهانم نرفته است. بار دیگر خطاب از آسمان در رسید که آنچه خدا پاک نموده تو حرام مخوان. این سه کرت واقع شد که همه باز به سوی آسمان بالا برده شد. و اینک در همان ساعت سه مرد از قیصریه نزد من فرستاده شده به خانه‌ای که در آن بودم رسیدند و روح مرا گفت که با ایشان بدون شک برو، و این شش برادر نیز همراه من آمدند تا به خانه آن شخص داخل شدیم و ما را آگاهانید که چطور فرشته ای را در خانه خود دید که ایستاده به وی گفت: کسان به یافا بفرست و شمعون معروف به پتروس را بطلب که با تو سخنانی خواهد گفت که بدانها تو و تمامی اهل خانه تو نجات خواهید یافت. و چون شروع به سخن گفتن می کردم، روح القدس بر ایشان نازل شد، همچنان که نخست بر ما. آنگاه به خاطر آوردم سخن خداوند را که گفت: یحیی به آب تعمید داد، لیکن شما به روح القدس تعمید خواهید یافت. پس چون خدا همان عطا را به دیشان بخشید چنان که به ما محض ایمان آوردن به عیسی مسیح خداوند، پس من که باشم که بتوانم خدا را ممانعت نمایم؟ چون این را شنیدند ساکت شدند و خدا را تمجید کنان گفتند: فی الحقیقت خدا به امتها نیز توبه
حیات بخش را عطا کرده است. و اما آنانی که به سبب اذیتی که در مقدمه استیفان برپا شد متفرق شدند، تا فینیقیا و قبرس و انطاکیه می گشتند و به هیچ کس به غیر از یهود و بس کلام را نگفتند. لیکن بعضی از ایشان که از اهل قبرس و قیروان بودند، چون به انطاکیه رسیدند، با یونانیان نیز تکلم کردند و به خداوند عیسی بشارت می دادند. و دست خداوند با ایشان می بود و جمعی کثیر ایمان آورده به سوی خداوند بازگشت کردند. اما چون خبر ایشان به سمع کلیسای اورشلیم رسید، برنابا را به انطاکیه فرستادند و چون رسید و فیض خدا را دید، شاد خاطر شده همه را نصیحت نمود که از تصمیم قلب به خداوند بپیوندند، زیرا که مردی صالح و پر از روح القدس و ایمان بود و گروهی بسیار به خداوند ایمان آوردند. و برنابا به ترسوس برای طلب سولوس رفت و چون او را یافت به انطاکیه آورد و ایشان سالی تمام در کلیسا جمع می شدند و خلقی بسیار را تعلیم می دادند و شاگردان نخست در انطاکیه به مسیحی مسما شدند. و در آن ایام انبیایی چند از اورشلیم به انطاکیه آمدند که یکی از ایشان آقابوس نام برخواسته به روح اشاره کرد که قحطی شدید در تمامی ربع مسکون خواهد شد و آن در ایام کلودیوس قیصر پدید آمد. و شاگردان مصمم آن شدند که هر یک بر حسب مقدور خود اعانتی برای برادران ساکن یهودیه بفرستند. پس چنین کردند و آن را به دست برنابا و سولوس نزد کشیشان روانه نمودند. اعمال رسولان باب 12. و در آن زمان هیرودیس پادشاه دست تطاول بر بعضی از کلیسا دراز کرد و یعقوب برادر یوحنا را به شمشیر کشت. و چون دید که یهود را پسند افتاد بر آن افزوده، پتروس را نیز گرفتار کرد و ایام فطیر بود. پس او را گرفته در زندان انداخت و به 4 دسته رباعی سپاهیان سپرد که او را نگاهبانی کنند و اراده داشت که بعد از فسح او را برای قوم بیرون آورد. پس پتروس را در زندان نگاه می داشتند. اما کلیسا به جهت او نزد خدا پیوسته دعا می کردند. و در شبی که هیرودیس قصد بیرون آوردن وی داشت، پتروس به 2 زنجیر بسته در میان 2 سپاهی خفته بود و کشیکچیان نزد در زندان را نگاهبانی می کردند. ناگاه فرشته خداوند نزد وی حاضر شد و روشنی در آن خانه درخشید. پس به پهلوی پتروس زده او را بیدار نمود و گفت: به زودی برخیز که در ساعت زنجیرها از دستش فرو ریخت. و فرشته وی را گفت: کمر خود را ببند و نعلین برپا کن. پس چنین کرد و به وی گفت: ردای خود را بپوش و از عقب من بیا. پس بیرون شده از عقب او روانه گردید و ندانست که آنچه از فرشته روی نمود حقیقی است، بلکه گمان برد که خواب می‌بیند. پس از قراولان اول و دوم گذشته
به دروازه آهنی که به سوی شهر می رود رسیدند و آن خود به خود پیش روی ایشان باز شد و از آن بیرون رفته تا آخر یک کوچه برفتند که در ساعت فرشته از او غایب شد. آنگاه پتروس به خود آمده گفت، اکنون به تحقیق دانستم که خداوند فرشته خود را فرستاده، مرا از دست هیرودیس و از تمامی انتظار قوم یهود رهانید. چون این را دریافت، به خانه مریم مادر یوحنای ملقب به مرقس آمد و در آنجا بسیاری جمع شده دعا می کردند. چون او در خانه را کوبید، کنیزی رودانام آمد تا بفهمد. چون آواز پتروس را شناخت، از خوشی در را باز نکرده، به اندرون شتافته خبر داد که پتروس به درگاه ایستاده است. وی را گفتند دیوانه ای، و چون تأکید کرد که چنین است، گفتند که فرشته او باشد. اما پتروس پیوسته در را می کوبید. پس در را گشوده او را دیدند و در حیرت افتادند. اما او به دست خود به سوی ایشان اشاره کرد که خاموش باشند و بیان نمود که چگونه خدا او را از زندان خلاصی داد و گفت یعقوب و سایر برادران را از این امور مطلع سازید. پس بیرون شده به جای دیگر رفت و چون روز شد اضطرابی عظیم در سپاهیان افتاد که پتروس را چه شد؟ و هیرودیس چون او را طلبیده نیافت، کشیکچیان را بازخواست نموده فرمود تا ایشان را به قتل رسانند و خود از یهودیه به قیصریه کوچ کرده در آنجا اقامت نمود. اما هیرودیس با اهل سور و سیدون خشمناک شد. پس ایشان به یک دل نزد او حاضر شدند و بلاستوس ناظر خوابگاه پادشاه را با خود متحد ساخته طلب مصالحه کردند، زیرا که دیار ایشان از ملک پادشاه معیشت می‌یافت و در روزی معین هیرودیس لباس ملوکانه در بر کرد و بر مسند حکومت نشسته ایشان را خطاب می‌کرد و خلق ندا می کردند که آواز خداست نه آواز انسان، که در ساعت فرشته خداوند او را زد، زیرا که خدا را تمجید ننمود و کرم او را خورد که بمرد. اما کلام خدا نمو کرده ترقی یافت و برنابا و سولوس چون آن خدمت را به انجام رسانیدند، از اورشلیم مراجعت کردند و یوحنای ملقب به مرقس را همراه خود بردند. اعمال رسولان باب 13. و در کلیسایی که در انتاکیه بود، انبیا و معلم چند بودند، برنابا و شمعون ملقب به نیجر و لوکیوس قیروانی و مناهم برادر رضائی هیرودیس تیترارخ و سولوس. چون ایشان در عبادت خدا و روزه مشغول می بودند، روح القدس گفت برنابا و سولوس را برای من جدا سازید از بحر آن عمل که ایشان را برای آن خوانده ام. آنگاه روزه گرفته و دعا کرده و دستها بر ایشان گذارده روانه نمودند. پس ایشان از جانب روح القدس فرستاده شده به سلوکیه رفتند و از آنجا از راه دریا به قبرس آمدند و وارد سلامیس شده در کنایس یهود به کلام خدا موعظه کردند و یوحنا ملازم ایشان بود
و چون در تمامی جزیره تا به پافوس گشتند، در آنجا شخص یهودی را که جادوگر و نبی کاذب بود یافتند که نام او باریشوع بود. او رفیق سرجیوس پولس والی بود که مردی فهیم بود. همان برنابا و سولوس را طلب نموده خواست کلام خدا را بشنود. اما علیما یعنی آن جادوگر، زیرا ترجمه اسمش همچنین می باشد، ایشان را مخالفت نموده خواست والی را از ایمان برگرداند. ولی سولوس که پولس باشد پر از روح القدس شده بر او نیک نگریسته گفت: ای پر از هر نوع مکر و خباست، ای فرزند ابلیس و دشمن هر راستی، باز نمی ایستی از منحرف ساختن طرق راست خداوند؟ الحال دست خداوند بر توست و کور شده آفتاب را تا مدتی نخواهی دید، که در همان ساعت قشاوت و تاریکی او را فرو گرفت و دور زده راهنمایی طلب می کرد. پس والی چون آن ماجرا را دید، از تعلیم خداوند متحیر شده ایمان آورد. آنگاه پولس و رفقایش از پافوس به کشتی سوار شده به پرجه پمفیلیه آمدند، اما یوحنا از ایشان جدا شده به اورشلیم برگشت و ایشان از پرجه عبور نموده به انتاکیه پیسیدیه آمدند و در روز سبت به کنیسه در آمده بنشستند و بعد از تلاوت تورات و صحف انبیا رؤسای کنیسه نزد ایشان فرستاده گفتند: ای برادران عزیز، اگر کلامی نصیحت آمیز برای قوم دارید بگویید. پس پولس بر پا ایستاده به دست خود اشاره کرده گفت: ای مردان اسرائیلی و خدا ترسان، گوش دهید. خدای این قوم اسرائیل پدران ما را برگزیده، قوم را در قربت ایشان در زمین مصر سرفراز نمود و ایشان را به بازوی بلند از آنجا بیرون آورد و قریب به 40 سال در بیابان متحمل حرکات ایشان می بود و 7 طایفه را در زمین کنعان هلاک کرده زمین آنها را میراث ایشان ساخت تا قریب 450 سال، و بعد از آن به دیشان داوران داد تا زمان سموئیل نبی، و از آن وقت پادشاهی خواستند و خدا شاول ابن قیس را از سبت بنیامین تا 40 سال به ایشان داد. پس او را از میان برداشته داوود را برانگیخت تا پادشاه ایشان شود و در حق او شهادت داد که داوود ابن یسا را مرقوم دل خود یافته ام که به تمامی اراده من عمل خواهد کرد، و از ذریت او خدا بر حسب وعده برای اسرائیل نجات دهنده‌ای یعنی عیسی را آورد. چون یحیی پیش از آمدن او تمام قوم اسرائیل را به تعمید توبه موعظه نموده بود، پس چون یحیی دوره خود را به پایان برد گفت: مرا که می پندارید؟ من او نیستم، لکن اینک بعد از من کسی می آید که لایق گشادن نعلین او نیم. ای برادران عزیز و ابنای آل ابراهیم و هر که از شما خدا ترس باشد، مر شما را کلام این نجات فرستاده شد. زیرا سکنه اورشلیم و رؤسای ایشان، چون که نه او را شناختند و نه آوازهای انبیا را که هر سبت خوانده می شود، بر وی فتوا دادند و آنها را به اتمام رسانیدند. و هرچند هیچ علت قتل در وی نیافتند، از پیلاطس خواهش کردند که او کشته شود.
پس چون آنچه را که درباره وی نوشته شده بود تمام کردند، او را از صلیب پایین آورده به قبر سپردند. لکن خدا او را از مردگان برخیزانید و او روزهای بسیار ظاهر شد بر آنانی که همراه او از جلیل به اورشلیم آمده بودند که الحال نزد قوم شهود او می باشند. پس ما به شما بشارت می دهیم بدان وعده‌ای که به پدران ما داده شد که خدا آن را به ما که فرزندان ایشان می باشیم وفا کرد وقتی که عیسی را برانگیخت، چنان که در زبور دوم مکتوب است که تو پسر من هستی، من امروز تو را تولید نمودم، و در آن که او را از مردگان برخیزانید تا دیگر هرگز راجع به فساد نشود، چنین گفت که به برکات قدوس و امین داوود برای شما وفا خواهم کرد. بنابراین در جای دیگر نیز میگوید تو قدوس خود را نخواهی گذاشت که فساد را بیند. زیرا که داوود چون که در زمان خود اراده خدا را خدمت کرده بود، بخفت و به پدران خود ملحق شده فساد را دید. لیکن آن کس که خدا او را برانگیخت فساد را ندید. پس ای برادران عزیز، شما را معلوم باد که به وساطت او به شما از آمرزش گناهان اعلام می شود و به وسیله او هر که ایمان آورد عادل شمرده می شود از هر چیزی که به شریعت موسی نتوانستید عادل شمرده شوید. پس احتیاط کنید مبادا آنچه در صحف انبیا مکتوب است بر شما واقع شود، که ای حقیر شمارندگان ملاحظه کنید و تعجب نمایید و هلاک شوید، زیرا که من عملی را در ایام شما پدید آرم، عملی که هرچند کسی شما را از آن اعلام نماید تصدیق نخواهید کرد. پس چون از کنیسه بیرون می رفتند، خواهش نمودند که در سبت آینده هم این سخنان را به دیشان بازگویند. و چون اهل کنیسه متفرق شدند، بسیاری از یهودیان و جدیدان خدا پرست از عقب پولس و برنابا افتادند و آن دو نفر به ایشان سخن گفته ترغیب می نمودند که به فیض خدا ثابت باشید. اما در سبت دیگر قریب به تمامی شهر فراهم شدند تا کلام خدا را بشنوند، ولی چون یهود ازدحام خلق را دیدند از حسد پرگشتند و کفر گفته با سخنان پولس مخالفت کردند. آنگاه پولس و برنابا دلیر شده گفتند واجب بود کلام خدا نخست به شما القا شود، لیکن چون آن را رد کردید و خود را ناشایسته حیات جاودانی شمردید، همانا به سوی امتها توجه نماییم. زیرا خداوند به ما چنین امر فرمود که تو را نور امتها ساختم تا الی اقصای زمین منشأ نجات باشی. چون امتها این را شنیدند، شاد خاطر شده کلام خداوند را تمجید نمودند و آنانی که برای حیات جاودانی مقرر بودند، ایمان آوردند. و کلام خدا در تمام آن نواحی منتشر گشت. اما یهودیان، چند زن دیندار و متشخص و اکابر شهر را بشورانیدند و ایشان را به زحمت رسانیدن بر پولس و برنابا تحریض نموده ایشان را از حدود خود بیرون کردند و ایشان خاک پایهای خود را بر ایشان افشانده به ایقونیه آمدند و شاگردان پر از خوشی
و روح القدس گردیدند. اعمال رسولان باب 14. اما در ایقونیه ایشان با هم به کنیسه یهود در آمده، به نوعی سخن گفتند که جمعی کثیر از یهود و یونانیان ایمان آوردند. لیکن یهودیان بی ایمان دلهای امتها را اقوا نمودند و با برادران بداندیش ساختند. پس مدت مدیدی توقف نموده، به نام خداوندی که به کلام فیض خود شهادت می داد، به دلیری سخن می گفتند و او آیات و معجزات عطا می کرد که از دست ایشان ظاهر شود. و مردم شهر دو فرقه شدند، گروهی همداستان یهود و جمعی با رسولان بودند، و چون امتها و یهود با رؤسای خود بر ایشان هجوم می آوردند تا ایشان را افتضاح نموده سنگسار کنند، آگاهی یافته به سوی لستره و دربه شهرهای لیکائونیه و دیار آن نواحی فرار کردند و در آنجا بشارت می دادند. و در لستره مردی نشسته بود که پایهایش بی حرکت بود و از شکم مادر لنگ متولد شده، هرگز راه نرفته بود. چون او سخن پولس را می شنید، او بر وی نیک نگریسته دید که ایمان شفا یافتن را دارد. پس به آواز بلند بدو گفت بر پایهای خود راست بایست، که در ساعت برجسته خرامان گردید. اما خلق چون این عمل پولس را دیدند، صدای خود را به زبان لیکائونیه بلند کرده گفتند، خدایان به صورت انسان نزد ما نازل شده اند. پس برنابا را مشتری و پولس را عطارد خواندند، زیرا که او در سخن گفتن مقدم بود. پس کاهن مشتری که پیش شهر ایشان بود، گاوان و تاجها با گروههایی از خلق به دروازه ها آورده خواست که قربانی گذراند. اما چون آن دو رسول یعنی برنابا و پولس شنیدند، جامه های خود را دریده در میان مردم افتادند و ندا کرده گفتند، ای مردمان چرا چنین می کنید؟ ما نیز انسان و صاحبان علت ها مانند شما هستیم و به شما بشارت می دهیم که از این اباطیل رجوع کنید به سوی خدای حی که آسمان و زمین و دریا و آنچه را که در آنهاست آفرید، که در طبقات سلف همه امتها را واگذاشت که در طرق خود رفتار کنند، با وجودی که خود را بی شهادت نگذاشت، چون احسان می نمود و از آسمان باران بارانیده و فصول باراور بخشیده، دلهای ما را از خوراک و شادی پر می ساخت. و بدین سخنان خلق را از گذرانیدن قربانی برای ایشان به دشواری باز داشتند. اما یهودیان از انطاکیه و ایقونیه آمده، مردم را با خود متحد ساختند و پولس را سنگسار کرده از شهر بیرون کشیدند و پنداشتند که مرده است. اما چون شاگردان گرد او ایستادند، برخاسته به شهر درآمد و فردای آن روز با برنابا به سوی دربه روانه شد و در آن شهر بشارت داده بسیاری را شاگرد ساختند. پس بلستره و ایقونیه و انطاکیه مراجعت کردند و دلهای شاگردان را تقویت داده پند می دادند
که در ایمان ثابت بمانند و اینکه با مصیبت‌های بسیار می باید داخل ملکوت خدا گردیم و در هر کلیسا به جهت ایشان کشیشان معین نمودند و دعا و روزه داشته ایشان را به خداوندی که بدو ایمان آورده بودند سپردند و از پیسیدیه گذشته به پنفلیه آمدند و در پرجه به کلام موعظه نمودند و به اتالیه فرود آمدند و از آنجا به کشتی سوار شده به انطاکیه آمدند که از همانجا ایشان را به فیض خدا سپرده بودند برای آن کاری که به انجام رسانیده بودند و چون وارد شهر شدند کلیسا را جمع کرده ایشان را مطلع ساختند از آنچه خدا با ایشان کرده بود و چگونه دروازه ایمان را برای امتها باز کرده بود. پس مدت مدیدی با شاگردان به سر بردند. اعمال رسولان باب 15 و تنی چند از یهودیه آمده برادران را تعلیم می دادند که اگر بر حسب آیین موسی مختون نشوید ممکن نیست که نجات یابید. چون پولس و برنابا را منازعه و مباحثه بسیار با ایشان واقع شد، قرار بر این شد که پولس و برنابا و چند نفر دیگر از ایشان نزد رسولان و کشیشان در اورشلیم برای این مسئله بروند. پس کلیسا ایشان را مشایعت نموده از فینیقیه و سامره عبور کرده ایمان آوردن امتها را بیان کردند و همه برادران را شادی عظیم دادند. و چون وارد اورشلیم شدند کلیسا و رسولان و کشیشان ایشان را پذیرفتند و آنها را از آنچه خدا با ایشان کرده بود خبر دادند. آنگاه بعضی از فرقه فریسیان که ایمان آورده بودند برخواسته گفتند اینها را باید ختنه نمایند و امر کنند که سنن موسی را نگاه دارند. پس رسولان و کشیشان جمع شدند تا در این امر مصلحت بینند. و چون مباحثه سخت شد، پتروس برخاسته بدیشان گفت، ای برادران عزیز، شما آگاهید که از ایام اول خدا از میان شما اختیار کرد که امتها از زبان من کلام بشارت را بشنوند و ایمان آورند. و خدای عارف القلوب بر ایشان شهادت داد بدین که روح القدس را بدیشان داد چنان که به ما نیز. و در میان ما و ایشان هیچ فرق نگذاشت، بلکه محض ایمان دلهای ایشان را طاهر نمود. پس اکنون چرا خدا را امتحان می کنید که یوغی بر گردن شاگردان می نهید که پدران ما و ما نیز طاقت تحمل آن را نداشتیم، بلکه اعتقاد داریم که محض فیض خداوند عیسی مسیح نجات خواهیم یافت، همچنان که ایشان نیز. پس تمام جماعت ساکت شده به برنابا و پولس گوش گرفتند، چون آیات و معجزات را بیان می کردند که خدا در میان امتها به وساطت ایشان ظاهر ساخته بود. پس چون ایشان ساکت شدند، یعقوب رو آورده گفت، ای برادران عزیز، مرا گوش گیرید. شمعون بیان کرده است که چگونه خدا اول امتها را تفقد نمود تا قومی از ایشان به نام خود بگیرد. و کلام انبیا در این مطابق است، چنان که مکتوب است
که بعد از این رجوع نموده خیمه داوود را که افتاده است باز بنا می کنم و خرابی های آن را باز بنا می کنم و آن را برپا خواهم کرد تا بقیه مردم طالب خداوند شوند و جمیع امتهایی که بر آنها نام من نهاده شده است. این را می گوید خداوندی که این چیزها را از بدو عالم معلوم کرده است. پس رأی من این است. کسانی را که از امتها به سوی خدا بازگشت می کنند زحمت نرسانیم. مگر اینکه ایشان را حکم کنیم که از نجاسات بت‌ها و زنا و حیوانات خفه شده و خون بپرهیزند. زیرا که موسی از طبقات سلف در هر شهر اشخاصی دارد که بدو موعظه می کنند، چنان که در هر سبت در کنایس او را تلاوت می کنند. آنگاه رسولان و کشیشان با تمامی کلیسا بدین رضا دادند که چند نفر از میان خود انتخاب نموده همراه پولس و برنابا به انطاکیه بفرستند، یعنی یهودای ملقب به برسابا و سیلاس که از پیشوایان برادران بودند، و به دست ایشان نوشتند که رسولان و کشیشان و برادران به برادران از امتها که در انطاکیه و سوریه و قیلیقیه می باشند سلام می رسانند. چون شنیده شد که بعضی از میان ما بیرون رفته شما را به سخنان خود مشوش ساخته دلهای شما را منقلب می نمایند و می گویند که می باید مخدون شده شریعت را نگاه بدارید و ما به ایشان هیچ امر نکردیم. لذا ما به یک دل مصلحت دیدیم که چند نفر را اختیار نموده همراه عزیزان خود برنابا و پولس به نزد شما بفرستیم، اشخاصی که جانهای خود را در راه نام خداوند ما عیسی مسیح تسلیم کرده اند. پس یهودا و سیلاس را فرستادیم و ایشان شما را از این امور زبانی خواهند آگاهانید، زیرا که روح القدس و ما ثواب دیدیم که باری بر شما نرهیم جز این ضروریات که از قربانی های بت‌ها و خون و حیوانات خفه شده و زنا بپرهیزید که هرگاه از این امور خود را محفوظ دارید به نیکویی خواهید پرداخت و سلام. پس ایشان مرخص شده به انطاکیه آمدند و جماعت را فراهم آورده نامه را رسانیدند. چون مطالعه کردند از این تسلی شاد خاطر گشتند و یهودا و سیلاس چون که ایشان هم نبی بودند برادران را به سخنان بسیار نصیحت و تقویت نمودند. پس چون مدتی در آنجا به سر بردند به سلامتی از برادران رخصت گرفته به سوی فرستندگان خود توجه نمودند. اما پولس و برنابا در انطاکیه توقف نموده با بسیاری دیگر تعلیم و بشارت به کلام خدا می دادند. و بعد از ایام چند پولس به برنابا گفت برگردیم و برادران را در هر شهری که در آنها به کلام خداوند اعلام نمودیم دیدن کنیم که چگونه می باشند. اما برنابا چنان مصلحت دید که یوحنای ملقب به مرقس را همراه نیز بردارد. لیکن پولس چنین صلاح دانست که شخصی را که از پنفیلیه از ایشان جدا شده بود و با ایشان در کار همراهی نکرده بود با خود نبرد. پس نزاعی سخت شد به حدی که از یکدیگر جدا شده برنابا مرقس را برداشته
به قبرس از راه دریا رفت، اما پولس سیلاس را اختیار کرد و از برادران به فیض خداوند سپرده شده رو به سفر نهاد و از سوریه و قیلیقیه عبور کرده کلیساها را استوار می نمود. اعمال رسولان باب 16. و به دربه و لستره آمد که اینک شاگردی تیموتائوس نام آنجا بود، پسر زن یهودیه مؤمنه لیکن پدرش یونانی بود، که برادران در لستره و ایقونیه بر او شهادت می دادند. چون پولس خواست او همراه وی بیاید، او را گرفته مختون ساخت، به سبب یهودیانی که در آن نواحی بودند، زیرا که همه پدرش را می شناختند که یونانی بود. و در هر شهری که می گشتند، قانونها را که رسولان و کشیشان در اورشلیم حکم فرموده بودند، بدیشان می سپردند تا حفظ نمایند. پس کلیساها در ایمان استوار می شدند و روز به روز در شماره افزوده می گشتند. و چون از فریجیه و دیار غلاطیه عبور کردند، روح القدس ایشان را از رسانیدن کلام به آسیا منع نمود. پس به میسیا آمده سعی نمودند که به بتینیا بروند، لیکن روح عیسی ایشان را اجازت نداد. و از میسیا گذشته به تروآس رسیدند. شبی پولس را رؤیایی رخ نمود که شخصی از اهل مکادونیه ایستاده بدو التماس نموده گفت به مکادونیه آمده ما را امداد فرما. چون این رؤیا را دید بیدرنگ عازم سفر مکادونیه شدیم، زیرا به یقین دانستیم که خداوند ما را خوانده است تا بشارت به دیشان رسانیم. پس از تروآس به کشتی نشسته به راه مستقیم به ساموتراکی رفتیم و روز دیگر به نیاپولیس و از آنجا به فیلیپی رفتیم که شهر اول از سرحد مکادونیه و کلونیه است و در آن شهر چند روز توقف نمودیم و در روز سبت از شهر بیرون شده و به کنار رودخانه جایی که نماز می گذاردند نشسته با زنانی که در آنجا جمع می شدند سخن راندیم. و زنی لیدی نام ارغوان فروش که از شهر تیاتیرا و خدا پرست بود می شنید که خداوند دل او را گشود تا سخنان پولس را بشنود. و چون او و اهل خانه‌اش تعمید یافتند، خواهش نموده گفت، اگر شما را یقین است که به خداوند ایمان آوردم، به خانه من در آمده بمانید، و ما را الهاه نمود. و واقع شد که چون ما به محل نماز می رفتیم، کنیزی که روح تفاعل داشت و از غیب گویی منافع بسیار برای آقایان خود پیدا می نمود به ما برخورد و از عقب پولس و ما آمده ندا کرده می گفت که این مردمان خدام خدای تعالی می باشند که شما را از طریق نجات اعلام می نمایند. و چون این کار را روزهای بسیار می کرد، پولس دلتنگ شده برگشت و به روح گفت، تو را می فرمایم به نام عیسی مسیح از این دختر بیرون بیا، که در ساعت از او بیرون شد. اما چون آقایانش دیدند که از کسب خود مأیوس شدند، پولس و سیلاس را گرفته در بازار نزد حکام کشیدند و ایشان را نزد والیان حاضر ساخته گفتند،
این دو شخص شهر ما را به شورش آورده اند و از یهود هستند و رسومی را اعلام می نمایند که پذیرفتن و به جا آوردن آنها بر ما که رومیان هستیم جایز نیست. پس خلق بر ایشان هجوم آوردند و والیان جامه‌های ایشان را کنده فرمودند ایشان را چوب بزنند و چون ایشان را چوب بسیار زدند به زندان افکندند و داروغه زندان را تأکید فرمودند که ایشان را محکم نگاه دارد و چون او بدین طور امر یافت ایشان را به زندان درونی انداخت و پایهای ایشان را در کنده مضبوط کرد. اما قریب به نصف شب پولس و سیلاس دعا کرده خدا را تسبیح می‌خواندند و زندانیان ایشان را می‌شنیدند که ناگاه زلزله‌ای عظیم حادث گشت به حدی که بنیاد زندان به جنبش درآمد و دفعتاً همه درها باز شد و زنجیرها از همه فرو ریخت. اما داروغه بیدار شده چون درهای زندان را گشوده دید، شمشیر خود را کشیده خواست خود را بکشد، زیرا گمان برد که زندانیان فرار کرده اند. اما پولس به آواز بلند صدا زده گفت، خود را ضرری مرسان، زیرا که ما همه در اینجا هستیم. پس چراغ طلب نموده، به اندرون جست و لرزان شده، نزد پولس و سیلاس افتاد و ایشان را بیرون آورده گفت ای آقایان مرا چه باید کرد تا نجات یابم؟ گفتند به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه‌ات نجات خواهید یافت. آنگاه کلام خداوند را برای او و تمامی اهل بیتش بیان کردند. پس ایشان را برداشته در همان ساعت شب زخمهای ایشان را شست و خود و همه کسانش فلفور تعمید یافتند و ایشان را به خانه خود درآورده خانی پیش ایشان نهاد و با تمامی عیال خود به خدا ایمان آورده شاد گردیدند. اما چون روز شد، والیان فراشان فرستاده گفتند، آن دو شخص را رها نما. آنگاه داروغه پولس را از این سخنان آگاهانید که والیان فرستادند تا رستگار شوید، پس الان بیرون آمده به سلامتی روانه شوید. لیکن پولس به دیشان گفت، ما را که مردمان رومی می باشیم، آشکارا و بی حجت زده به زندان انداختند. آیا الان ما را به پنهانی بیرون می نمایند؟ نی، بلکه خود آمده ما را بیرون بیاورند. پس فراشان این سخنان را به والیان گفتند و چون شنیدند که رومی هستند بترسیدند و آمده به دیشان التماس نموده بیرون آوردند و خواهش کردند که از شهر بروند. آنگاه از زندان بیرون آمده به خانه لیدیه شتافتند و با برادران ملاقات نموده و ایشان را نصیحت کرده روانه شدند. اعمال رسولان باب 17. و از امفیپولس و اپولونیه گذشته به تسالونیکی رسیدند که در آنجا کنیسه یهود بود. پس پولس بر حسب عادت خود نزد ایشان داخل شده در سه سبت با ایشان از کتاب مباحثه می کرد و واضح و مبین می ساخت که لازم بود مسیح زحمت بیند و از مردگان برخیزد و عیسی که خبر او را به شما می دهم این مسیح است.
و بعضی از ایشان قبول کردند و با پولس و سیلاس متحد شدند و از یونانیان خدا ترس گروهی عظیم و از زنان شریف عددی کثیر. اما یهودیان بی ایمان حسد برده، چند نفر اشرار از بازاری ها را برداشته، خلق را جمع کرده، شهر را به شورش آوردند و به خانه یاسون تاخته خواستند ایشان را در میان مردم ببرند. و چون ایشان را نیافتند، یاسون و چند برادر را نزد حکام شهر کشیدند و ندا می کردند که آنانی که ربع مسکون را شورانیده اند، حال بدینجا نیز آمده اند و یاسون ایشان را پذیرفته است و همه اینها برخلاف احکام قیصر عمل می کنند و قایل بر این هستند که پادشاهی دیگر هست، یعنی عیسی. پس خلق و حکام شهر را از شنیدن این سخنان مضطرب ساختند و از یاسون و دیگران کفالت گرفته ایشان را رها کردند. اما برادران بیدرنگ در شب پولس و سیلاس را به سوی بیریه روانه کردند و ایشان بدانجا رسیده به کنیسه یهود در آمدند و اینها از اهل تسالونیکی نجیبتر بودند، چون که در کمال رضامندی کلام را پذیرفتند و هر روز کتب را تفتیش می نمودند که آیا این همچنین است. پس بسیاری از ایشان ایمان آوردند و از زنان شریف یونانیه و از مردان جمعی عظیم. لیکن چون یهودیان تسالونیکی فهمیدند که پولس در بیریه نیز به کلام خدا موعظه می کند، در آنجا هم رفته خلق را شورانیدند. در ساعت برادران پولس را به سوی دریا روانه کردند، ولی سیلاس با تیموتائوس در آنجا توقف نمودند و رهنمایان پولس او را به اتینا آوردند و حکم برای سیلاس و تیموتائوس گرفته که به زودی هرچه تمامتر به نزد او آیند روانه شدند. اما چون پولس در اتینا انتظار ایشان را می‌کشید، روح او در اندرونش مضطرب گشت، چون دید که شهر از بت‌ها پر است. پس در کنیسه با یهودیان و خداپرستان و در بازار هر روزه با هر که ملاقات می کرد مباحثه می نمود. اما بعضی از فلاسفه اپیکوریین و رواقیین با او روبرو شده، بعضی می گفتند این یاوگو چه می خواهد بگوید؟ و دیگران گفتند ظاهراً واعظ به خدایان قریب است، زیرا که ایشان را به عیسی و قیامت بشارت می داد. پس او را گرفته به کوه مریخ بردند و گفتند آیا می توانیم یافت که این تعلیم تازه‌ای که تو می گویی چیست؟ چون که سخنان قریب به گوش ما می رسانی، پس می خواهیم بدانیم از اینها چه مقصود است. اما جمیع اهل اتینا و قربای ساکن آنجا جز برای گفت و شنید درباره چیزهای تازه فراغتی نمی داشتند. پس پولس در وسط کوه مریخ ایستاده گفت ای مردان اتینا، شما را از هر جهت بسیار دیندار یافته ام، زیرا چون سیر کرده معابد شما را نظاره می نمودم، مذبحی یافتم که بر آن نام خدای ناشناخته نوشته بود. پس آنچه را شما ناشناخته می پرستید، من به شما اعلام می نمایم. خدایی که جهان و آنچه در آن است آفرید،
چون که او مالک آسمان و زمین است، در هیکل‌های ساخته شده به دست‌ها ساکن نمی باشد و از دست مردم خدمت کرده نمی شود که گویا محتاج چیزی باشد، بلکه خود به همگان حیات و نفس و جمیع چیزها می بخشد و هر امت انسان را از یک خون ساخت تا بر تمامی روی زمین مسکن گیرند و زمانهای معین و حدود مسکنهای ایشان را مقرر فرمود تا خدا را طلب کنند که شاید او را تفحص کرده بیابند، با آنکه از هیچ یکی از ما دور نیست، زیرا که در او زندگی و حرکت و وجود داریم، چنان که بعضی از شعرای شما نیز گفتند که از نسل او می باشیم. پس چون از نسل خدا می باشیم، نشاید گمان برد که الوهیت شباهت دارد به طلا یا نقره یا سنگ منقوش، به صنعت یا مهارت انسان. پس خدا از زمانهای جهالت چشم پوشیده، الان تمام خلق را در هر جا حکم می فرماید که توبه کنند، زیرا روزی را مقرر فرمود که در آن ربع مسکون را به انصاف داوری خواهد نمود به آن مردی که معین فرمود و همه را دلیل داد به این که او را از مردگان برخیزانید. چون ذکر قیامت مردگان شنیدند، بعضی استهزا نمودند و بعضی گفتند مرتبه دیگر در این امر از تو خواهیم شنید، و همچنین پولس از میان ایشان بیرون رفت، لیکن چند نفر بدو پیوسته ایمان آوردند که از جمله ایشان دیو نیسیوس آریوپاقی بود و زنی که دامرس نام داشت و بعضی دیگر با ایشان. اعمال رسولان باب 18. و بعد از آن پولس از اتینا روانه شده به قرنتوس آمد و مرد یهودی اکیلا نام را که مولدش پونتوس بود و از ایتالیا تازه رسیده بود و زنش پرسکله را یافت، زیرا کلودیوس فرمان داده بود که همه یهودیان از روم بروند. پس نزد ایشان آمد و چون که با ایشان هم پیشه بود، نزد ایشان مانده به کار مشغول شد و کسب ایشان خیمه‌دوزی بود و هر سبت در کنیسه مکالمه کرده یهودیان و یونانیان را مجاب می ساخت. اما چون سیلاس و تیموتائوس از مکادونیه آمدند، پولس در روح مجبور شده برای یهودیان شهادت می‌داد که عیسی مسیح است، ولی چون ایشان مخالفت نموده کفر می‌گفتند، دامن خود را بر ایشان افشانده گفت: خون شما بر سر شماست، من بری هستم، بعد از این به نزد امتها می روم. پس از آنجا نقل کرده به خانه شخصی یوستوس نام خداپرست آمد که خانه او متصل به کنیسه بود. اما کرسپوس رئیس کنیسه با تمامی اهل بیتش به خداوند ایمان آوردند و بسیاری از اهل قرنتوس چون شنیدند ایمان آورده تعمید یافتند. شبی خداوند در رؤیا به پولس گفت: ترسان مباش، بلکه سخن بگو و خاموش مباش، زیرا که من با تو هستم و هیچ کس تو را اذیت نخواهد رسانید، زیرا که مرا در این شهر خلق بسیار است. پس مدت 1 سال و 6 ماه توقف نموده ایشان را به کلام خدا تعلیم می داد. اما چون قالیون والی اخائیه بود،
یهودیان یک دل شده بر سر پولس تاخته او را پیش مسند حاکم بردند و گفتند این شخص مردم را اقوا می کند که خدا را برخلاف شریعت عبادت کنند. چون پولس خواست حرف زند قالیون گفت ای یهودیان اگر ظلمی یا فسقی فاحش می بود هر آینه شرط عقل می بود که متحمل شما بشوم، ولی چون مسئله است درباره سخنان و نامها و شریعت شما پس خود بفهمید. من در چنین امور نمی خواهم داوری کنم. پس ایشان را از پیش مسند براند و همه سوستانیس رئیس کنیسه را گرفته او را در مقابل مسند والی بزدند و قالیون را از این امور هیچ پروا نبود. و مدتی در آنجا مانده باز به سفر توجه نمود و در ملک قلاتیه و فریجیه جا به جا می گشت و همه شاگردان را استوار می نمود. اما شخصی یهود اپلوس نام از اهل اسکندریه که مردی فصیح و در کتاب توانا بود به افسوس رسید. او در طریق خداوند تربیت یافته و در روح سرگرم بوده درباره خداوند به دقت تکلم و تعلیم می نمود، هرچند جز از تعمید یحیی اطلاعی نداشت. همان شخص در کنیسه به دلیری سخن آغاز کرد، اما چون پرسکله و اکیلا او را شنیدند، نزد خود آوردند و به دقت تمام طریق خدا را بدو آموختند. پس چون او عزیمت سفر اخائیه کرد، برادران او را ترغیب نموده، به شاگردان سفارش نامه ای نوشتند که او را بپذیرند. و چون بدان جا رسید، آنانی را که به وسیله فیض ایمان آورده بودند، اعانت بسیار نمود، زیرا به قوت تمام بر یهود اقامه حجت می کرد و از کتب ثابت می نمود که عیسی مسیح است. اعمال رسولان باب 19. و چون اپولوس در قرنتوس بود، پولس در نواحی بالا گردش کرده به افسوس رسید و در آنجا شاگردی چند یافته بدیشان گفت آیا هنگامی که ایمان آوردید روح القدس را یافتید؟ به وی گفتند بلکه نشنیدیم که روح القدس هست. بدیشان گفت پس به چه چیز تعمید یافتید؟ گفتند به تعمید یحیی. پولس گفت یحیی البته تعمید توبه می‌داد و به قوم می‌گفت به آن کسی که بعد از من می‌آید ایمان بیاورید، یعنی به مسیح عیسی. چون این را شنیدند به نام خداوند عیسی تعمید گرفتند و چون پولس دست بر ایشان نهاد روح القدس بر ایشان نازل شد و به زبانها متکلم گشته نبوت کردند و جمله آن مردمان تخمیناً 12 نفر بودند. پس به کنیسه در آمده مدت 3 ماه به دلیری سخن می‌راند و در امور ملکوت خدا مباحثه می‌نمود و برهان قاطع می‌آورد. اما چون بعضی سخت دل گشته ایمان نیاوردند و پیش روی خلق طریقت را بد می‌گفتند، از ایشان کناره گزیده شاگردان را جدا ساخت و هر روزه در مدرسه شخصی تیرانوس نام مباحثه می نمود. و بدین طور 2 سال گذشت، به قسمی که تمامی اهل آسیا چه یهود و چه یونانی
کلام خداوند عیسی را شنیدند و خداوند از دست پولس معجزات غیر معتاد به ظهور می رسانید، به طوری که از بدن او دستمالها و فوته‌ها برده بر مریضان می گذاردند و امراض از ایشان زایل می شد و ارواح پلید از ایشان اخراج می شدند. لیکن تنی چند از یهودیان سیاح عظیم خان بر آنانی که ارواح پلید داشتند نام خداوند عیسی را خواندن گرفتند و می گفتند شما را به آن عیسی که پولس به او موعظه می کند قسم می دهیم. و هفت نفر پسران اسکیوا رئیس کهنه یهود این کار می کردند. اما روح خبیث در جواب ایشان گفت عیسی را می شناسم و پولس را می دانم، لیکن شما کیستید؟ و آن مرد که روح پلید داشت بر ایشان جست و بر ایشان زورآور شده غلبه یافت به حدی که از آن خانه عریان و مجروح فرار کردند. چون این واقعه بر جمیع یهودیان و یونانیان ساکن افسوس مشهور گردید، خوف بر همه ایشان تاری گشته، نام خداوند عیسی را مکرم می داشتند و بسیاری از آنانی که ایمان آورده بودند آمدند و به اعمال خود اعتراف کرده آنها را فاش می نمودند و جمعی از شعبده بازان کتب خیش را آورده در حضور خلق سوزانیدند و چون قیمت آنها را حساب کردند 50,000 درهم بود. بدین طور کلام خداوند ترقی کرده قوت می گرفت. و بعد از تمام شدن این مقدمات، پولس در روح عزیمت کرد که از مکادونیه و اخائیه گذشته به اورشلیم برود و گفت بعد از رفتنم به آنجا روم را نیز باید دید. پس دو نفر از ملازمان خود یعنی تیموتائوس و ارسطوس را به مکادونیه روانه کرد و خود در آسیا چندی توقف نمود. در آن زمان هنگامی عظیم درباره طریقت برپا شد، زیرا شخصی دیمیتریوس نام زرگر که تصاویر بتکده ارتامیس از نقره می ساخت و به جهت صنعتگران نفع خطیر پیدا می نمود، ایشان را و دیگرانی که در چنین پیشه اشتغال می داشتند فراهم آورده گفت ای مردمان، شما آگاه هستید که از این شغل فراخی رزق ماست و دیده و شنیده اید که نه تنها در افسوس بلکه تقریبا در تمام آسیا این پولس خلق بسیاری را اقوا نموده، منحرف ساخته است و میگوید اینهایی که به دستها ساخته میشوند خدایان نیستند. پس خطر است که نه فقط کسب ما از میان رود، بلکه این هیکل خدای عظیم ارتامیس نیز حقیر شمرده شود و عظمت وی که تمام آسیا و ربع مسکون او را می پرستند برطرف شود. چون این را شنیدند از خشم پرگشته فریاد کرده می گفتند که بزرگ است ارتامیس افسوسیان، و تمامی شهر به شورش آمده همه متفقاً به تماشاخانه تاختند و قایوس و ارسترخوس را که از اهل مکادونیه و همراهان پولس بودند با خود می کشیدند. اما چون پولس اراده نمود که به میان مردم درآید، شاگردان او را نگذاشتند
و بعضی از رؤسای آسیا که او را دوست می داشتند، نزد او فرستاده خواهش نمودند که خود را به تماشاخانه نسپارد. و هر یکی صدایی علاهده می کردند، زیرا که جماعت آشفته بود و اکثر نمی دانستند که برای چه جمع شده اند. پس اسکندر را از میان خلق کشیدند که یهودیان او را پیش انداختند و اسکندر به دست خود اشاره کرده خواست برای خود پیش مردم حجت بیاورد. لیکن چون دانستند که یهودی است، همه به یک آواز قریب به 2 ساعت ندا می کردند که بزرگ است ارتامیس افسوسیان. پس از آن مستوفی شهر خلق را ساکت گردانیده گفت: ای مردان افسوسی، کیست که نمی داند که شهر افسوسیان ارتامیس خدای عظیم و آن صنمی را که از مشتری نازل شد پرستش می کند؟ پس چون این امور را نتوان انکار کرد، شما می باید آرام باشید و هیچ کاری به تعجیل نکنید، زیرا که این اشخاص را آوردید که نه تاراج کنندگان هیکلند و نه به خدای شما بد گفته اند. پس هرگاه دیمیتریوس و همکاران وی ادعایی بر کسی دارند، ایام قضا مقرر است و داوران معین هستند. با همدیگر مرافع باید کرد. و اگر در امری دیگر طالب چیزی باشید، در محکمه شرعی فیصل خواهد پذیرفت. زیرا در خطریم که در خصوص فتنه امروز از ما بازخواست شود، چون که هیچ علتی نیست که در باره آن عذری برای این ازدحام توانیم آورد. این را گفته جماعت را متفرق ساخت. اعمال رسولان باب 20. و بعد از تمام شدن این هنگامه، پولس شاگردان را طلبیده ایشان را وداع نمود و به سمت مکادونیه روانه شد و در آن نواحی سیر کرده، اهل آنجا را نصیحت بسیار نمود و به یونانستان آمد. و 3 ماه توقف نمود و چون عزم سفر سوریه کرد و یهودیان در کمین وی بودند، اراده نمود که از راه مکادونیه مراجعت کند. و سوپاتروس از اهل بیریه و ارسترخوس و سکندوس از اهل تسالونیکی و قایوس از دربه و تیموتائوس و از مردم آسیا تیخیکوس و تروفیموس تا به آسیا همراه او رفتند. و ایشان پیش رفته در تروآس منتظر ما شدند. و اما ما بعد از ایام فطیر از فیلیپی به کشتی سوار شدیم و بعد از 5 روز به تروآس نزد ایشان رسیده در آنجا 7 روز ماندیم. و در اول هفته چون شاگردان به جهت شکستن نان جمع شدند و پولس در فردای آن روز عازم سفر بود، برای ایشان موعظه می کرد و سخن او تا نصف شب طول کشید. و در بالاخانه‌ای که جمع بودیم چراغ بسیار بود. ناگاه جوانی که افتیخوس نام داشت نزد دریچه نشسته بود که خواب سنگین او را در رو بود. و چون پولس کلام را طول می داد، خواب بر او مستولی گشته از طبقه 3 به زیر افتاد و او را مرده برداشتند. آنگاه پولس به زیر آمده بر او افتاد و وی را در آغوش کشیده گفت: مضطرب مباشید
زیرا که جان او در اوست. پس بالا رفته و نان را شکسته خورد و تا طلوع فجر گفتگوی بسیار کرده همچنین روانه شد و آن جوان را زنده بردند و تسلی عظیم پذیرفتند. اما ما به کشتی سوار شده به اسوس پیش رفتیم که از آنجا می بایست پولس را برداریم که بدین طور قرار داد، زیرا خواست تا آنجا پیاده رود. پس چون در اسوس او را ملاقات کردیم، او را برداشته به میتیلینی آمدیم و از آنجا به دریا کوچ کرده روز دیگر در مقابل خیوس رسیدیم و روز سوم به ساموس وارد شدیم و در تروجیلیون توقف نموده روز دیگر وارد میلیتوس شدیم، زیرا که پولس عزیمت داشت که از محاذی افسوس بگذرد مبادا او را در آسیا درنگی پیدا شود، چون که تعجیل می کرد که اگر ممکن شود تا روز پنتیکاست به اورشلیم برسد. پس از میلیتوس به افسوس فرستاده کشیشان کلیسا را طلبید و چون به نزدش حاضر شدند ایشان را گفت: بر شما معلوم است که از روز اول که وارد آسیا شدم چطور هر وقت با شما به سر می بردم که با کمال فروتنی و اشکهای بسیار و امتحانهایی که از مکاید یهود بر من عارض می شد به خدمت خداوند مشغول می بودم و چگونه چیزی را از آنچه برای شما مفید باشد دریغ نداشتم، بلکه آشکارا و خانه به خانه شما را اخبار و تعلیم می نمودم و به یهودیان و یونانیان نیز از توبه به سوی خدا و ایمان به خداوند ما عیسی مسیح شهادت می دادم و اینک الان در روح بسته شده به اورشلیم می روم و از آنچه در آنجا بر من واقع خواهد شد اطلاعی ندارم، جز این که روح القدس در هر شهر شهادت داده میگوید که بندها و زحمات برایم مهیاست. لیکن این چیزها را به هیچ میشمارم، بلکه جان خود را عزیز نمیدارم تا دور خود را به خوشی به انجام رسانم و آن خدمتی را که از خداوند عیسی یافتم که به بشارت فیض خدا شهادت دهم. و الحال این را می دانم که جمیع شما که در میان شما گشته و به ملکوت خدا موعظه کرده ام دیگر روی مرا نخواهید دید. پس امروز از شما گواهی می طلبم که من از خون همه بری هستم، زیرا که از اعلام نمودن شما به تمامی اراده خدا کوتاهی نکردم. پس نگاه دارید خیشتن و تمامی آن گله را که روح القدس شما را بر آن اسقف مقرر فرمود، تا کلیسای خدا را رعایت کنید که آن را به خون خود خریده است. زیرا من می دانم که بعد از رحلت من گرگان درنده به میان شما در خواهند آمد که بر گله ترحم نخواهند نمود و از میان خود شما مردمانی خواهند برخاست که سخنان کج خواهند گفت تا شاگردان را در عقب خود بکشند. لحاظا بیدار باشید و به یاد آورید که مدت 3 سال شبان روز از تنبیه نمودن هر یکی از شما با اشکها باز نایستادم.
و الحال ای برادران شما را به خدا و به کلام فیض او می سپارم که قادر است شما را بنا کند و در میان جمیع مقدسین شما را میراث بخشد. نقره یا طلا یا لباس کسی را طمع نورزیدم، بلکه خود می دانید که همین دست ها در رفع احتیاج خود و رفقایم خدمت می کرد. این همه را به شما نمودم که می باید چنین مشقت کشیده ضعفا را دستگیری نمایید و کلام خداوند عیسی را به خاطر دارید که او گفت دادن از گرفتن فرخنده تر است. این بگفت و زانو زده با همگی ایشان دعا کرد و همه گریه بسیار کردند و برگردن پولس آویخته او را می بوسیدند و بسیار متعلم شدند، خصوصا به جهت آن سخنی که گفت بعد از این روی مرا نخواهید دید. پس او را تا به کشتی مشایعت نمودند. اعمال رسولان باب 21. و چون از ایشان هجرت نمودیم، سفر دریا کردیم و به راه راست به کوس آمدیم و روز دیگر به رودس و از آنجا به پاترا. و چون کشتی یافتیم که عازم فینیقیه بود، بر آن سوار شده کوچ کردیم و قپروس را به نظر آورده آن را به طرف چپ رها کرده به سوی سوریه رفتیم و در سور فرود آمدیم، زیرا که در آنجا می بایست بار کشتی را فرود آورند. پس شاگردی چند پیدا کرده 7 روز در آنجا ماندیم و ایشان به الهام روح به پولس گفتند که به اورشلیم نرود. و چون آن روزها را به سر بردیم، روانه گشتیم و همه با زنان و اطفال تا بیرون شهر ما را مشایعت نمودند و به کناره دریا زانو زده دعا کردیم. پس یکدیگر را ودا کرده به کشتی سوار شدیم و ایشان به خانه‌های خود برگشتند. و ما سفر دریا را به انجام رسانیده از سور به پتولامیس رسیدیم و برادران را سلام کرده با ایشان 1 روز ماندیم. در فردای آن روز از آنجا روانه شده به قیصریه آمدیم و به خانه فیلیپوس مبشر که یکی از آن 7 بود در آمده نزد او ماندیم. و او را 4 دختر باکره بود که نبوت می کردند. و چون روز چند در آنجا ماندیم، نبی آقابوس نام از یهودیه رسید و نزد ما آمده کمربند پولس را گرفته و دستها و پایهای خود را بسته گفت روح القدس می گوید که یهودیان در اورشلیم صاحب این کمربند را به همین طور بسته او را به دستهای امتها خواهند سپرد. پس چون این را شنیدیم، ما و اهل آنجا التماس نمودیم که به اورشلیم نرود. پولس جواب داد چه می کنید که گریان شده دل مرا می شکنید؟ زیرا من مستعدم که نه فقط قید شوم، بلکه تا در اورشلیم بمیرم به خاطر نام خداوند عیسی. چون او نشنید خاموش شده گفتیم آنچه اراده خداوند است بشود. و بعد از آن ایام تدارک سفر دیده متوجه اورشلیم شدیم و تنی چند از شاگردان قیصریه همراه آمده
ما را نزد شخصی مناسون نام که از اهل قپروس و شاگرد قدیمی بود آوردند تا نزد او منزل نماییم. و چون وارد اورشلیم گشتیم، برادران ما را به خوشنودی پذیرفتند و در روز دیگر پولس ما را برداشته نزد یعقوب رفت و همه کشیشان حاضر شدند. پس ایشان را سلام کرده، آنچه خدا به وسیله خدمت او در میان امتها به عمل آورده بود، مفصلاً گفت. ایشان چون این را شنیدند، خدا را تمجید نموده به وی گفتند، ای برادر، آگاه هستی که چند هزارها از یهودیان ایمان آورده اند و جمیعاً در شریعت غیورند و درباره تو شنیدند که همه یهودیان را که در میان امتها می باشند تعلیم می دهی که از موسی انحراف نمایند و می گویی نباید اولاد خود را مختوم ساخت و به سنن رفتار نمود. پس چه باید کرد؟ البته جماعت جمع خواهند شد زیرا خواهند شنید که تو آمده ای. پس آنچه به تو گوییم به عمل آور. چهار مرد نزد ما هستند که بر ایشان نظری هست. پس ایشان را برداشته خود را با ایشان تطهیر نما و خرج ایشان را بده که سر خود را بتراشند تا همه بدانند که آنچه در باره تو شنیدند اصلی ندارد، بلکه خود نیز در محافظت شریعت سلوک می نمایی. لیکن در باره آنانی که از امتها ایمان آورده اند، ما فرستادیم و حکم کردیم که از قربانی های بت و خون و حیوانات خفه شده و زنا پرهیز نمایند. پس پولس آن اشخاص را برداشته، روز دیگر با ایشان طهارت کرده، به هیکل در آمد و از تکمیل ایام طهارت اطلاع داد تا هدیه‌ای برای هر یک از ایشان بگذرانند. و چون هفت روز نزدیک به انجام رسید، یهودی چند از آسیا او را در هیکل دیده، تمامی قوم را به شورش آوردند و دست بر او انداخته فریاد برآوردند که ای مردان اسرائیلی امداد کنید. این است آن کس که برخلاف امت و شریعت و این مکان در هر جا همه را تعلیم می دهد، بلکه یونانی چند را نیز به هیکل درآورده این مکان مقدس را ملوث نموده است. زیرا قبل از آن تروفیموس افسوسی را با وی در شهر دیده بودند و مظنه داشتند که پولس او را به هیکل آورده بود. پس تمامی شهر به حرکت آمد و خلق ازدحام کرده پولس را گرفتند و از هیکل بیرون کشیدند و فلفور درها را بستند. و چون قصد قتل او می کردند، خبر به مین باشی سپاه رسید که تمامی اورشلیم به شورش آمده است. او بیدرنگ سپاه و یوزباشی ها را برداشته بر سر ایشان تاخت. پس ایشان به مجرد دیدن مینباشی و سپاهیان از زدن پولس دست برداشتند. چون مینباشی رسید، او را گرفته فرمان داد تا او را به دو زنجیر ببندند و پرسید که این کیست و چه کرده است. اما بعضی از آن گروه به سخنی و بعضی به سخنی دیگر صدا می کردند. و چون او به سبب شورش حقیقت امر را نتوانست فهمید، فرمود
تا او را به قلعه بیاورند. و چون به زینه رسید، اتفاق افتاد که لشکریان به سبب ازدحام مردم او را برگرفتند، زیرا گروهی کثیر از خلق از عقب او افتاده صدا می زدند که او را هلاک کن. چون نزدیک شد که پولس را به قلعه درآورند، او به مینباشی گفت، آیا اجازت است که به تو چیزی گویم؟ گفت، آیا زبان یونانی را می دانی؟ مگر تو آن مصری نیستی که چندی پیش از این فتنه برانگیخته 4000 مرد قتال را به بیابان برد؟ پولس گفت، من مرد یهودی هستم از ترسوس قلیقیه، شهری که بینام و نشان نیست، و خواهش آن دارم که مرا اذن فرمایی تا به مردم سخن گویم. چون اذن یافت، بر زینه ایستاده به دست خود به مردم اشاره کرد، و چون آرامی کامل پیدا شد، ایشان را به زبان عبرانی مخاطب ساخته گفت. اعمال رسولان باب 22. ای برادران عزیز و پدران، حجتی را که الان پیش شما می آورم بشنوید. چون شنیدند که به زبان عبرانی با ایشان تکلم می کند، بیشتر خاموش شدند. پس گفت، من مرد یهودی هستم، متولد ترسوس قلیقیه، اما تربیت یافته بودم در این شهر در خدمت قمالائیل و در دقایق شریعت اجداد متعلم شده درباره خدا غیور می بودم، چنان که همگی شما امروز می باشید، و این طریقت را تا به قتل مزاحم می بودم، به نوعی که مردان و زنان را بند نهاده به زندان می انداختم، چنان که رئیس کهنه و تمام اهل شورا به من شهادت می دهند که از ایشان نامه ها برای برادران گرفته عازم دمشق شدم تا آنانی را نیز که در آنجا باشند قید کرده به اورشلیم آورم تا سزا یابند. و در اثنای راه چون نزدیک به دمشق رسیدم، قریب به ظهر ناگاه نوری عظیم از آسمان گرد من درخشید. پس بر زمین افتاده هاتفی را شنیدم که به من میگوید، ای شاول، ای شاول، چرا بر من جفا میکنی؟ من جواب دادم، خداوندا تو کیستی؟ او مرا گفت، من آن عیسای ناصری هستم که تو بر وی جفا میکنی. و همراهان من نور را دیده ترسان گشتند، ولی آواز آن کس را که با من سخن گفت نشنیدند. گفتم، خداوندا چه کنم؟ خداوند مرا گفت، برخواسته به دمشق برو که در آنجا تو را مطلع خواهند ساخت از آنچه برایت مقرر است که بکنی. پس چون از سطوت آن نور نابینا گشتم، رفقایم دست مرا گرفته به دمشق رسانیدند. آنگاه شخصی متقی به حسب شریعت، هنانیا نام، که نزد همه یهودیان ساکن آنجا نیک نام بود، به نزد من آمده و ایستاده به من گفت، ای برادر شاول، بینا شو که در همان ساعت بر وی نگریستم. او گفت، خدای پدران ما تو را برگزید تا اراده او را بدانی و آن عادل را ببینی و از زبانش سخنی بشنوی، زیرا از آنچه دیده و شنیده ای نزد جمیع مردم شاهد بر او خواهی شد. و حال چرا تأخیر می نمایی؟ برخیز
و تعمید بگیر و نام خداوند را خوانده خود را از گناهانت غسل ده. و چون به اورشلیم برگشته در هیکل دعا می کردم بی خود شدم. پس او را دیدم که به من می گوید بشتاب و از اورشلیم به زودی روانه شو، زیرا که شهادت تو را در حق من نخواهند پذیرفت. من گفتم خداوندا، ایشان می دانند که من در هر کنیسه مؤمنین تو را حبس کرده می زدم و هنگامی که خون شهید تو استیفان را می ریختند، من نیز ایستاده رضا بدان دادم و جامه های قاتلان او را نگاه می داشتم. او به من گفت روانه شو، زیرا که من تو را به سوی امتهای بعید می فرستم. پس تا این سخن بدو گوش گرفتند، آنگاه آواز خود را بلند کرده گفتند چنین شخص را از روی زمین بردار که زنده ماندن او جایز نیست. و چون قوقا نموده و جامه‌های خود را افشانده خاک به هوا می ریختند، مینباشی فرمان داد تا او را به قلعه درآوردند و فرمود که او را به تازیانه امتحان کنند تا بفهمد که به چه سبب اینقدر بر او فریاد می کردند. و وقتی که او را به ریسمانها می بستند، پولس به یوزباشی که حاضر بود گفت آیا بر شما جایز است که مردی رومی را بی حجت هم تازیانه زنید؟ و چون یوزباشی این را شنید، نزد مینباشی رفته او را خبر داده گفت چه می خواهی بکنی؟ زیرا این شخص رومی است. پس مینباشی آمده به وی گفت مرا بگو که تو رومی هستی؟ گفت بلی. مینباشی جواب داد من این حقوق را به مبلغی خطیر تحصیل کردم. پولس گفت اما من در آن مولود شدم. در ساعت آنانی که قصد تفتیش او داشتند دست از او برداشتند و مینباشی ترسان گشت چون فهمید که رومی است، از آن سبب که او را بسته بود. بامدادان چون خواست درست بفهمد که یهودیان به چه علت مدعی او می باشند، او را از زندان بیرون آورده فرمود تا رؤسای کهنه و تمامی اهل شورا حاضر شوند و پولس را پایین آورده در میان ایشان برپا داشت. اعمال رسولان باب 23. پس پولس به اهل شورا نیک نگریسته گفت ای برادران، من تا امروز با کمال ضمیر صالح در خدمت خدا رفتار کرده ام. آنگاه حنانیا رئیس کهنه حاضران را فرمود تا به دهانش زنند. پولس بدو گفت خدا تو را خواهد زد ای دیوار سفید شده. تو نشسته ای تا مرا بر حسب شریعت داوری کنی و به ضد شریعت حکم به زدنم می کنی. حاضران گفتند آیا رئیس کهنه خدا را دشنام می دهی؟ پولس گفت ای برادران، ندانستم که رئیس کهنه است، زیرا مکتوب است حاکم قوم خود را بد مگوی. چون پولس فهمید که بعضی از صدوقیان و بعضی از فریسیانند، در مجلس ندا در داد که ای برادران، من فریسی پسر فریسی هستم و برای امید و قیامت مردگان از من بازپرس می شود. چون این را گفت در میان فریسیان و صدوقیان منازعه برپا شد و جماعت دو فرقه شدند، زیرا که صدوقیان منکر قیامت و ملائکه و ارواح هستند
لیکن فریسیان قائل به هر دو. پس قوقای عظیم برپا شد و کاتبان از فرقه فریسیان برخواسته مخاصمه نموده می گفتند که در این شخص هیچ بدی نیافته ایم و اگر روحی یا فرشته‌ای با او سخن گفته باشد با خدا جنگ نباید نمود. و چون منازعه زیادتر می شد مینباشی ترسید که مبادا پولس را بدرند. پس فرمود تا سپاهیان پایین آمده او را از میانشان برداشته به قلعه درآوردند. و در شب همان روز خداوند نزد او آمده گفت ای پولس خاطر جمع باش، زیرا چنان که در اورشلیم در حق من شهادت دادی همچنین باید در روم نیز شهادت دهی. و چون روز شد یهودیان با یکدیگر عهد بسته بر خویشتن لعن کردند که تا پولس را نکشند نخورند و ننوشند. و آنانی که درباره این هم قسم شدند زیاده از 40 نفر بودند. اینها نزد رؤسای کهنه و مشایخ رفته گفتند بر خویشتن لعنت سخت کردیم که تا پولس را نکشیم چیزی نچشیم. پس الان شما با اهل شورا مینباشی را اعلام کنید که او را نزد شما بیاورد که گویا اراده دارید در احوال او نیکوتر تحقیق نمایید. و ما حاضر هستیم که قبل از رسیدنش او را بکشیم. اما خواهرزاده پولس از کمین ایشان اطلاع یافته رفت و به قلعه در آمده پولس را آگاهانید. پولس یکی از یوزباشیان را طلبیده گفت این جوان را نزد مینباشی ببر زیرا خبری دارد که به او بگوید. پس او را برداشته به حضور مینباشی رسانیده گفت پولس زندانی مرا طلبیده خواهش کرد که این جوان را به خدمت تو بیاورم زیرا چیزی دارد که به تو عرض کند. پس مینباشی دستش را گرفته به خلوت برد و پرسید چه چیز است که می‌خواهی به من خبر دهی؟ عرض کرد یهودیان متفق شده اند که از تو خواهش کنند تا پولس را فردا به مجلس شورا درآوری که گویا اراده دارند در حق او زیادتر تفتیش نمایند. پس خواهش ایشان را اجابت مفرما، زیرا که بیشتر از 40 نفر از ایشان در کمین ویند و به سوگند عهد بستند که تا او را نکشند چیزی نخورند و نیاشامند و الان مستعد و منتظر وعده تو می باشند. مینباشی آن جوان را مرخص فرموده قدغن نمود که به هیچ کس مگو که مرا از این راز مطلع ساختی. پس 2 نفر از یوزباشیان را طلبیده فرمود که 200 سپاهی و 70 سوار و 200 نیزه‌دار در ساعت 3 از شب حاضر سازید تا به قیصریه بروند و مرکبی حاضر کنید تا پولس را سوار کرده او را به سلامتی به نزد فلیکس والی برسانند. و نامه‌ای بدین مضمون نوشت کلودیوس لیسیاس به والی گرامی فلیکس سلام می‌رساند. یهودیان این شخص را گرفته قصد قتل او داشتند. پس با سپاه رفته او را از ایشان گرفتم چون دریافت کرده بودم که رومی است و چون خواستم بفهمم که به چه سبب بر وی شکایت می کنند او را به مجلس ایشان درآوردم. پس یافتم که در مسائل شریعت خود از او شکایت می دارند
ولی هیچ شکوهی مستوجب قتل یا بند نمی دارند. و چون خبر یافتم که یهودیان قصد کمین سازی برای او دارند، بیدرنگ او را نزد تو فرستادم و مدعیان او را نیز فرمودم تا در حضور تو بر او ادعا نمایند و سلام. پس سپاهیان چنان که مأمور شدند، پولس را در شب برداشته به آنتیپاتریس رسانیدند و بامدادان سواران را گذاشته که با او بروند، خود به قلعه برگشتند. و چون ایشان وارد قیصریه شدند، نامه را به والی سپردند و پولس را نیز نزد او حاضر ساختند. پس والی نامه را ملاحظه فرموده پرسید که از کدام ولایت است. چون دانست که از قیلیقیه است، گفت چون مدعیان تو حاضر شوند، سخن تو را خواهم شنید. و فرمود تا او را در سرای هیرودیس نگاه دارند. اعمال رسولان باب 24. و بعد از 5 روز حنانیای رئیس کهنه با مشایخ و خطیبی ترتولوس نام رسیدند و شکایت از پولس نزد والی آوردند. و چون او را احضار فرمود، ترتولوس آغاز ادعا نموده گفت: چون از وجود تو در آسایش کامل هستیم و احسانات عظیمه از تدابیر تو بدین قوم رسیده است، ای فلیکس گرامی، در هر جا و در هر وقت این را در کمال شکرگزاری میپذیریم. ولیکن تا تو را زیاده مصدع نشوم، مستدعی هستم که از راه نوازش مختصراً عرض ما را بشنوی، زیرا که این شخص را مفسد و فتنه انگیز یافته ایم در میان همه یهودیان ساکن ربع مسکن و از پیشوایان بدعت نصارا. و چون او خواست هیکل را ملوث سازد، او را گرفته اراده داشتیم که به قانون شریعت خود بر او داوری نماییم. ولی لیسیاس مینباشی آمده او را به زور بسیار از دستهای ما بیرون آورد و فرمود تا مدعیانش نزد تو حاضر شوند و از او بعد از امتحان می توانی دانست حقیقت همه این اموری که ما بر او ادعا می کنیم. و یهودیان نیز با او متفق شده گفتند که چنین است. چون والی به پولس اشاره نمود که سخن بگوید، او جواب داد: از آن رو که می دانم سالهای بسیار است که تو حاکم این قوم می باشی، به خوشنودی وافر حجت درباره خود می آورم. زیرا تو می توانی دانست که زیاده از 12 روز نیست که من برای عبادت به اورشلیم رفتم و مرا نیافتند که در هیکل با کسی مباحثه کنم و نه در کنایس یا شهر که خلق را به شورش آورم. و هم آنچه الان بر من ادعا می کنند نمی توانند اثبات نمایند. لیکن این را نزد تو اقرار می کنم که به طریقتی که بدعت می گویند خدای پدران را عبادت می کنم و به آنچه در تورات و انبیا مکتوب است معتقدم و به خدا امیدوارم، چنان که ایشان نیز قبول دارند که قیامت مردگان از عادلان و ظالمان نیز خواهد شد. و خود را در این امر ریاضت می دهم تا پیوسته ضمیر خود را به سوی خدا و مردم بی لغزش نگاه دارم. و بعد از سالهای بسیار آمدم
تا صدقات و هدایا برای قوم خود بیاورم و در این امور چند نفر از یهودیان آسیا مرا در هیکل مطهر یافتند بدون هنگامه یا شورشی و ایشان میبایست نیز در اینجا نزد تو حاضر شوند تا اگر حرفی بر من دارند ادعا کنند یا اینان خود بگویند اگر گناهی از من یافتند وقتی که در حضور اهل شورا ایستاده بودم مگر آن یک سخن که در میان ایشان ایستاده بدان ندا کردم که درباره قیامت مردگان از من امروز پیش شما بازپرس می شود. آنگاه فلیکس چون از طریقت نیکوتر آگاهی داشت، امر ایشان را تأخیر انداخته گفت، چون لیسیاس مینباشی آید، حقیقت امر شما را دریافت خواهم کرد. پس یوزباشی را فرمان داد تا پولس را نگاه دارد و او را آزادی دهد و احدی از خیشانش را از خدمت و ملاقات او منع نکند. و بعد از روزی چند فلیکس با زوجه خود دروسلا که زنی یهودی بود آمده پولس را طلبیده سخن او را درباره ایمان مسیح شنید و چون او درباره عدالت و پرهیزکاری و داوری آینده خطاب می کرد فلیکس ترسان گشته جواب داد که الحال برو چون فرصت کنم تو را باز خواهم خواند و نیز امید می داشت که پولس او را نقدی بدهد تا او را آزاد سازد و از این جهت مکررن وی را خواسته با او گفتگو می کرد. اما بعد از انقضای 2 سال پورکیوس فستوس خلیفه ولایت فلیکس شد و فلیکس چون خواست بر یهود منت نهد پولس را در زندان گذاشت. اعمال رسولان باب 25. پس چون فستوس به ولایت خود رسید، بعد از 3 روز از قیصریه به اورشلیم رفت و رئیس کهنه و اکابر یهود نزد او بر پولس ادعا کردند و بدو التماس نموده منتی بر وی خواستند تا او را به اورشلیم بفرستد و در کمین بودند که او را در راه بکشند. اما فستوس جواب داد که پولس را باید در قیصریه نگاه داشت، زیرا خود اراده داشت به زودی آنجا برود و گفت پس کسانی از شما که می توانند همراه بیایند تا اگر چیزی در این شخص یافت شود بر او ادعا نمایند. و چون بیشتر از 10 روز در میان ایشان توقف کرده بود به قیصریه آمد و بامدادان بر مسند حکومت برآمده فرمود تا پولس را حاضر سازند. چون او حاضر شد یهودیانی که از اورشلیم آمده بودند به گرد او ایستاده شکایت‌های بسیار و گران بر پولس آوردند ولی اثبات نتوانستند کرد. او جواب داد که نه به شریعت یهود و نه به هیکل و نه به قیصر هیچ گناه کرده ام. اما چون فستوس خواست بر یهود منت نهد، در جواب پولس گفت آیا می خواهی به اورشلیم آیی تا در آنجا در این امور به حضور من حکم شود؟ پولس گفت در محکمه قیصر ایستاده ام که در آنجا می باید محاکمه من بشود. به یهود هیچ ظلمی نکردم چنان که تو نیز نیکو می دانی. پس هرگاه ظلمی یا عملی مستوجب قتل کرده باشم از مردن دریغ ندارم. لیکن اگر هیچ یک از این شکایت هایی که اینها بر من می آورند اصلی ندارد
کسی نمیتواند مرا به ایشان سپارد. به قیصر رفع دعوا میکنم. آنگاه فستوس بعد از مکالمه با اهل شورا جواب داد: آیا به قیصر رفع دعوا کردی؟ به حضور قیصر خواهی رفت. و بعد از مرور ایام چند، اقریپاس پادشاه و برنیکی برای تحییت فستوس به قیصریه آمدند. و چون روزی بسیار در آنجا توقف نمودند، فستوس برای پادشاه مقدمه پولس را بیان کرده گفت: مردی است که فلیکس او را در بند گذاشته است، که درباره او وقتی که به اورشلیم آمدم، رؤسای کهنه و مشایخ یهود مرا خبر دادند و خواهش نمودند که بر او داوری شود. در جواب ایشان گفتم که رومیان را رسم نیست که احدی را بسپارند قبل از آن که مدعی علیه مدعیان خود را روبرو شود و او را فرصت دهند که ادعای ایشان را جواب گوید. پس چون ایشان در اینجا جمع شدند، بیدرنگ در روز دوم بر مسند نشسته فرمودم تا آن شخص را حاضر کردند و مدعیانش بر پای ایستاده از آنچه من گمان می بردم هیچ ادعا بر وی نیاوردند، بلکه مسئله چند بر او ایراد کردند درباره مذهب خود و در حق عیسی نامی که مرده است و پولس می گوید که او زنده است. و چون من در این گونه مسائل شک داشتم، از او پرسیدم که آیا می خواهی به اورشلیم بروی تا در آنجا این مقدمه فیصل پذیرد؟ ولی چون پولس رفع دعوا کرد که برای محاکمه اوگوستوس محفوظ ماند، فرمان دادم که او را نگاه بدارند تا او را به حضور قیصر روانه نمایم. اقریپاس به فستوس گفت: من نیز می‌خواهم این شخص را بشنوم. گفت: فردا او را خواهی شنید. پس بامدادان چون اقریپاس و برنیکی با حشمتی عظیم آمدند و به دارالاستماع با مینباشیان و بزرگان شهر داخل شدند، به فرمان فستوس پولس را حاضر ساختند. آنگاه فستوس گفت: ای اقریپاس پادشاه و ای همه مردمانی که نزد ما حضور دارید، این شخص را می‌بینید که درباره او تمامی جماعت یهود چه در اورشلیم و چه در اینجا فریاد کرده از من خواهش نمودند که دیگر نباید زیست کند. ولیکن چون من دریافتم که او هیچ عملی مستوجب قتل نکرده است و خود به اوگوستوس رفع دعوا کرد، اراده کردم که او را بفرستم. و چون چیزی درست ندارم که درباره او به خداوندگار مرقوم دارم، از این جهت او را نزد شما و علل خصوص در حضور تو ای اقریپاس پادشاه آوردم تا بعد از تفحص شاید چیزی یافته بنگارم، زیرا مرا خلاف عقل می نماید که اسیری را بفرستم و شکایتهایی که بر اوست معروض ندارم. اعمال رسولان باب 26. اقریپاس به پولس گفت: مرخصی که کیفیت خود را بگویی. پس پولس دست خود را دراز کرده حجت خود را بیان کرد که ای اقریپاس پادشاه، سعادت خود را در این می دانم که امروز در حضور تو حجت بیاورم درباره همه شکایت‌هایی که یهود از من می‌دارند، خصوصاً چون تو در همه رسوم و مسائل یهود عالم هستی. پس از تو مستدعی آنم که تحمل فرموده مرا بشنوی.
رفتار مرا از جوانی چون که از ابتدا در میان قوم خود در اورشلیم به سر می بردم، تمامی یهود می دانند و مرا از اول می شناسند، هرگاه بخواهند شهادت دهند که به قانون پارساترین فرقه دین خود فریسی می بودم. و الحال به سبب امید آن وعده‌ای که خدا به اجداد ما داد بر من ادعا می کنند. و حال آنکه 12 سپتامبر شبان روز به جد و جهد عبادت می کنند، محض امید تحصیل همین وعده که به جهت همین امید ای اقری پاس پادشاه یهود بر من ادعا می کنند. شما چرا محال می پندارید که خدا مردگان را برخیزاند؟ من هم در خاطر خود می پنداشتم که به نام عیسی ناصری مخالفت بسیار کردن واجب است، چنان که در اورشلیم هم کردم و از رؤسای کهنه قدرت یافته بسیاری از مقدسین را در زندان حبس می کردم و چون ایشان را می کشتند در فتوا شریک می بودم و در همه کنایس بارها ایشان را زحمت رسانیده مجبور می ساختم که کفر گویند و بر ایشان به شدت دیوانه گشته تا شهرهای بعید تعاقب می کردم. در این میان هنگامی که با قدرت و اجازت از رؤسای کهنه به دمشق می رفتم، در راه ای پادشاه، در وقت ظهر نوری را از آسمان دیدم، درخشنده تر از خورشید که در دور من و رفقایم تابید، و چون همه بر زمین افتادیم، هاتفی را شنیدم که مرا به زبان عبرانی مخاطب ساخته گفت، ای شاول، شاول، چرا بر من جفا می کنی؟ تو را بر میخ‌ها لگد زدن دشوار است. من گفتم، خداوندا، تو کیستی؟ گفت، من عیسی هستم که تو بر من جفا می کنی. ولیکن برخواسته برپا بیست، زیرا که بر تو ظاهر شدم، تا تو را خادم و شاهد مقرر گردانم بر آن چیزهایی که مرا در آنها دیده‌ای و بر آنچه به تو در آن ظاهر خواهم شد. و تو را رهایی خواهم داد از قوم و از امتهایی که تو را به نزد آنها خواهم فرستاد تا چشمان ایشان را باز کنی، تا از ظلمت به سوی نور و از قدرت شیطان به جانب خدا برگردند، تا آمرزش گناهان و میراثی در میان مقدسین به وسیله ایمانی که بر من است بیابند. آن وقت ای اقریپاس پادشاه، رویای آسمانی را نافرمانی نورزیدم، بلکه نخست آنانی را که در دمشق بودند و در اورشلیم و در تمامی مرز و بوم یهودیه و امتها را نیز اعلام می نمودم که توبه کنند و به سوی خدا بازگشت نمایند و اعمال لایقه توبه را به جا آورند. به سبب همین امور یهود مرا در هیکل گرفته قصد قتل من کردند، اما از خدا اعانت یافته تا امروز باقی ماندم و خرد و بزرگ را اعلام می نمایم و حرفی نمی گویم جز آنچه انبیا و موسی گفتند که می بایست واقع شود، که مسیح می بایست زحمت بیند و نوبر قیامت مردگان گشته قوم و امتها را به نور اعلام نماید. چون او بدین سخنان حجت خود را می آورد، فستوس به آواز بلند گفت، ای پولس، دیوانه هستی، کثرت علم تو را دیوانه کرده است. گفت، ای فستوس گرامی، دیوانه نیستم، بلکه سخنان راستی و هوشیاری را می گویم.
زیرا پادشاهی که در حضور او به دلیلی سخن میگویم از این امور مطلع است، چون که مرا یقین است که هیچ یک از این مقدمات بر او مخفی نیست، زیرا که این امور در خلوت واقع نشد. ای اقریپاس پادشاه، آیا به انبیا ایمان آورده ای؟ می دانم که ایمان داری. اقریپاس به پولس گفت، به قلیل ترغیب می کنی که من مسیحی بگردم؟ پولس گفت، از خدا خواهش می داشتم، یا به قلیل یا به کثیر، نه تنها تو بلکه جمیع این اشخاصی که امروز سخن مرا می شنوند مثل من گردند جز این زنجیرها. چون این را گفت، پادشاه و والی و برنیکی و سایر مجلسیان برخاسته رفتند و با یکدیگر گفتگو کرده گفتند، این شخص هیچ عملی مستوجب قتل یا حبس نکرده است. و اقریپاس به فستوس گفت، اگر این مرد به قیصر رفع دعوای خود نمی کرد، او را آزاد کردن ممکن می بود. اعمال رسولان باب 27. چون مقرر شد که به ایتالیا برویم، پولس و چند زندانی دیگر را به یوزباشی از سپاه اوگوستوس که یولیوس نام داشت سپردند و به کشتی ادرامیتینی که عازم بنادر آسیا بود سوار شده کوچ کردیم و ارسترخوس از اهل مکادونیه از تسالونیکی همراه ما بود. روز دیگر به سیدون فرود آمدیم و یولیوس با پولس ملاطفت نموده او را اجازت داد که نزد دوستان خود رفته از ایشان نوازش یابد و از آنجا روانه شده زیر قپروس گذشتیم، زیرا که باد مخالف بود و از دریای کنار قلیقیه و پنفیلیه گذشته به میرای لیکیه رسیدیم. در آنجا یوزباشی کشتی اسکندریه را یافت که به ایتالیا می رفت و ما را بر آن سوار کرد و چند روز به آهستگی رفته به قنیدوس به مشقت رسیدیم و چون باد مخالف ما می بود در زیر کریت نزدیک سلمونی راندیم و به دشواری از آنجا گذشته به موضعی که به بنادر حسنه مسما و قریب به شهر لسائیه است رسیدیم و چون زمان منقضی شد و در این وقت سفر دریا خطرناک بود، زیرا که ایام روزه گذشته بود، پولس ایشان را نصیحت کرده گفت، ای مردمان، میبینم که در این سفر ضرر و خسران بسیار پیدا خواهد شد، نه فقط بار و کشتی را، بلکه جانهای ما را نیز. ولی یوزباشی ناخدا و صاحب کشتی را بیشتر از قول پولس اعتنا نمود و چون آن بندر نیکو نبود که زمستان را در آن به سر برند، اکثر چنان مصلحت دانستند که از آنجا نقل کنند تا اگر ممکن شود خود را به فینیکس رسانیده زمستان را در آنجا به سر برند که آن بندری است از کریت مواجه مغرب جنوبی و مغرب شمالی. و چون نسیم جنوبی وزیدن گرفت، گمان بردند که به مقصد خیش رسیدند. پس لنگر برداشتیم و از کناره کریت گذشتیم. لیکن چیزی نگذشت که بادی شدید که آن را اورو کلیدون می نامند از بالای آن زدن گرفت. در ساعت کشتی ربوده شده رو به سوی باد نتوانست نهاد. پس آن را از دست داده بی اختیار رانده شدیم.
پس در زیر جزیره‌ای که کلودی نام داشت دوان دوان رفتیم و به دشواری زورق را در قبض خود آوردیم و آن را برداشته و معونات را استعمال نموده کمر کشتی را بستند و چون ترسیدند که به ریگزار سیرتوس فرو روند هبال کشتی را فرو کشیدند و همچنان رانده شدند و چون طوفان بر ما غلبه می نمود روز دیگر بار کشتی را بیرون انداختند و روز سوم به دستهای خود آلات کشتی را به دریا انداختیم و چون روزهای بسیار آفتاب و ستارگان را ندیدند و طوفانی شدید بر ما می افتاد دیگر هیچ امید نجات برای ما نماند و چون شب چهاردهم شد و هنوز در دریای ادریا به هر سو رانده می شدیم در نصف شب ملاحان گمان بردند که خشکی نزدیک است پس پیمایش کرده 20 قامت یافتند و قدری پیشتر رفته باز پیمایش کرده 15 قامت یافتند و چون ترسیدند که به صخره‌ها بیفتیم از پشت کشتی 4 لنگر انداخته تمنا می کردند که روز شود اما چون ملاحان قصد داشتند که از کشتی فرار کنند و زورق را به دریا انداختند به بهانه‌ای که لنگرها را از پیش کشتی بکشند پولس یوزباشی و سپاهیان را گفت اگر اینها در کشتی نمانند نجات شما ممکن نباشد آنگاه سپاهیان ریسمانهای زورق را بریده گذاشتند که بیفتد چون روز نزدیک شد پولس از همه خواهش نمود که چیزی بخورند پس گفت امروز روز 14 است که انتظار کشیده و چیزی نخورده گرسنه مانده اید پس استدعای من این است که غذا بخورید که عافیت برای شما خواهد بود زیرا که مویی از سر هیچ یک از شما نخواهد افتاد این بگفت و در حضور همه نان گرفته خدا را شکر گفت و پاره کرده خوردن گرفت پس همه قوی دل گشته نیز غذا خوردند و جمله نفوس در کشتی 276 بودیم چون از قضا سیر شدند گندم را به دریا ریخته کشتی را سبک کردند اما چون روز روشن شد زمین را نشناختند لیکن خلیجی دیدند که شاطی داشت پس رأی زدند که اگر ممکن شود کشتی را بر آن برانند و بند لنگرها را بریده آنها را در دریا گذاشتند و بندهای سکان را باز کرده و بادبان را برای باد گشاده راه ساحل را پیش گرفتند اما کشتی را در مجمع بحرین به پایاب رانده مقدم آن فرو شده بی حرکت ماند ولی مؤخرش از لطمه امواج در هم شکست آنگاه سپاهیان قصد قتل زندانیان کردند که مبادا کسی شنا کرده بگریزد لیکن یوزباشی چون خواست پولس را برهاند ایشان را از این اراده باز داشت و فرمود تا هر که شناوری داند نخست خیشتن را به دریا انداخته به ساحل رساند و بعضی بر تختها و بعضی بر چیزهای کشتی و همچنین همه به سلامتی به خشکی رسیدند. اعمال رسولان باب 28 و چون رستگار شدند یافتند که جزیره ملیته نام دارد و آن مردمان بربری با ما کمال ملاطفت نمودند زیرا به سبب باران که میبارید و سرما آتش افروخته
همه ما را پذیرفتند. چون پولس مقداری هیزم فراهم کرده بر آتش می نهاد، به سبب حرارت افعی بیرون آمده بر دستش چسبید. چون بربریان جانور را از دستش آویخته دیدند، با یکدیگر می گفتند بلا شک این شخص خونیست که با اینکه از دریا رست عدل نمی گذارد که زیست کند. اما آن جانور را در آتش افکنده هیچ ضرر نیافت. پس منتظر بودند که او آماس کند یا بغدتن افتاده بمیرد، ولی چون انتظار بسیار کشیدند و دیدند که هیچ ضرری بدو نرسید، برگشته گفتند که خداییست. و در آن نواحی املاک رئیس جزیره که پوبلیوس نام داشت بود که او ما را به خانه خود طلبیده، 3 روز به مهربانی مهمانی نمود. از قضا پدر پوبلیوس را رنج تب و اسهال عارض شده خفته بود. پس پولس نزد وی آمده و دعا کرده و دست بر او گذارده او را شفا داد. و چون این امر واقع شد، سایر مریضانی که در جزیره بودند آمده شفا یافتند. و ایشان ما را اکرام بسیار نمودند و چون روانه می شدیم آنچه لازم بود برای ما حاضر ساختند. و بعد از 3 ماه به کشتی اسکندریه که علامت جوزا داشت و زمستان را در جزیره به سر برده بود سوار شدیم و به سراکوس فرود آمده 3 روز توقف نمودیم و از آنجا دور زده به ریقیون رسیدیم و بعد از 1 روز باد جنوبی وزیده روز 2 وارد پوتیولی شدیم و در آنجا برادران یافته حسب خواهش ایشان 7 روز ماندیم و همچنین به روم آمدیم. و برادران آنجا چون از احوال ما مطلع شدند، به استقبال ما بیرون آمدند تا فوراً اپیوس و 3 دکان. و پولس چون ایشان را دید خدا را شکر نموده قوی دل گشت. و چون به روم رسیدیم یوزباشی زندانیان را به سردار افواج خاصه سپرد، اما پولس را اجازت دادند که با 1 سپاهی که محافظت او می کرد در منزل خود بماند. و بعد از 3 روز پولس بزرگان یهود را طلبید و چون جمع شدند به ایشان گفت ای برادران عزیز، با وجودی که من هیچ عملی خلاف قوم و رسوم اجداد نکرده بودم، همانا مرا در اورشلیم بسته به دستهای رومیان سپردند. ایشان بعد از تفحص چون در من هیچ علت قتل نیافتند، اراده کردند که مرا رها کنند، ولی چون یهود مخالفت نمودند، ناچار شده به قیصر رفع دعوا کردم، نه تا آنکه از امت خود شکایت کنم. اکنون بدین جهت خواستم شما را ملاقات کنم و سخن گویم، زیرا که به جهت امید اسرائیل بدین زنجیر بسته شدم. وی را گفتند ما هیچ نوشته در حق تو از یهودیه نیافته ایم و نه کسی از برادرانی که از آنجا آمدند خبری یا سخن بدی درباره تو گفته است. لیکن مصلحت دانستیم از تو مقصود تو را بشنویم، زیرا ما را معلوم است که این فرقه را در هر جا بد میگویند. پس چون روزی برای وی معین کردند، بسیاری نزد او به منزلش آمدند که برای ایشان به ملکوت خدا شهادت داده شرح می نمود و از تورات موسی و انبیا از صبح تا شام درباره عیسی اقامه حجت می کرد. پس بعضی به سخنان او ایمان آوردند و بعضی ایمان نیاوردند. و چون با یکدیگر معارضه می کردند، از او جدا شدند. بعد از آنکه پولس
این یک سخن را گفته بود که روح القدس به وساطت اشعیای نبی به اجداد ما نیکو خطاب کرده، گفته است که نزد این قوم رفته به دیشان بگو، به گوش خواهید شنید و نخواهید فهمید و نظر کرده خواهید نگریست و نخواهید دید، زیرا دل این قوم غلیظ شده و به گوشهای سنگین می شنوند و چشمان خود را برهم نهاده اند، مبادا به چشمان ببینند و به گوشها بشنوند و به دل بفهمند و بازگشت کنند تا ایشان را شفا بخشم. پس بر شما معلوم باد که نجات خدا نزد امتها فرستاده می شود و ایشان خواهند شنید. چون این را گفت، یهودیان رفتند و با یکدیگر مباحثه بسیار می کردند. اما پولس 2 سال تمام در خانه اجاره خود ساکن بود و هر که به نزد وی می آمد می پذیرفت و به ملکوت خدا موعظه می نمود و با کمال دلیری در امور عیسی مسیح خداوند بدون ممانعت تعلیم می داد.